خب قرار بود که این جلسه هم به بحث دربارگی بپردازیم. خب هدف سل توی این کتاب اینه که خیلی از مسائل مشکل فلسفه ذهن رو که درد سرساز هستن به عنوان یک مسئله طبیعی قلمداد کنه و یه جورایی مشکلاتش رو پشت سر بگذاره. یعنی اگر یه مسئله فلسفی به نام رابطه ذهن و بدن داریم، قصد سر اینه که این مسئله رو منحل کنه و بگی خب رابطه ذهن و بدن یک رابطه طبیعی است، بنابراین اون دعواها و مشکلاتی که فلاسفه بر سر اینه که آیا پدیده ها اگه از جنس ذهنی باشن و چجوری میتونن بر پدیده های فیزیکی مرتبط باشن، تمامش بی‌معنا خواهد شد یا حداقل اتلاف وقت خواهد بود. چرا؟ چون ما چیزی به نام تمایز ذهن و بدن نداریم. تمایز هم یه پدیده هایی داریم که هم ذهنی باشن هم میتونن فیزیکی باشن. به همین معنا بحث درباره فرضاً آگاهی، اینکه آگاهی جاش در یه جهان فیزیکی چیه، به ادعای سل اینه که خب آگاهی هم یه جنبه هایی از یک جنبه ای از جهان فیزیکیه و بنابراین خب مشکلاتی که فلاسفه در حل مسئله آگاهی داشتن با این اتخاذ این دیدگاه حل خواهد شد. حالا ادعاش در مورد مسئله بازنمایی یا مسئله دربارگی هم به همین نحوه، یعنی ادعای اون که به شدت توی کتاب هم تکرار میشه اینه که راه حل مسئله بازنمایی این که چرا یک سیستم فیزیکی میتونه درباره یک سیستم فیزیکی دیگه باشه، این نیست که بیایم خاصیت دربارگی رو تقلیلش بدیم به یک رابطه دیگه. ادعای سل اینه که عموماً فلاسفه گیج شدن. مسئله این بوده که چجوری این وقتی که من در ذهنم دارم راجع به مسجد شیخ لطف الله فکر میکنم و ادعام اینه که مسجد شیخ لطف الله واقع در اصفهان است، یک این باور ذهنی من به دنبالش میگردیم که در کجای ذهن من محقق شده، یعنی چه مکانیزم شیمیایی یا نورونی در مغز من این باور رو محقق کرده. بعد قضیه بعدی این خواهد بود که خب حالا چجوری این آرایش نورونی در مغز من راجع به چیزیست در بیرون مغز من. بنابراین برای یک فیزیکالیست مسئله این خواهد بود که اصلا چگونه ممکنه که یه سیستم فیزیکی راجع به یه سیستم فیزیکی دیگه باشه. خب برای اینکه این مسئله را حل کنه به ادعای سل به دنبال اینه که بیاد بگه که رابطه دربارگی یا رابطه اینتنشنالیتی یک چیز یک قابل تقلیل به روابط دیگه است که ما توش مشکل نداریم. حالا مصداقش رو خواهم گفت. مصداقش مثلا یکی از راه حل‌ها اینه که بگیم رابطه دربارگی مشابه یا قابل تقلیل به رابطه علیت. چرا فرضاً این آرایش نورونی مغز من راجع به مسجد شیخ لطف الله است؟ چون در یک حالت ایدئالی اون مسجد شیخ لطف الله علت این آرایش نورونی مغز من شده. وقتی که چون با رابطه علیت خیلی مشکل نداریم بنابراین دربارگی رو توضیح داد. پس این به اصطلاح ساز و کار راه حل هایی است که میخوان بگن که دربارگی قابل تقلیل به روابط فیزیکی دیگه است. حالا تو این جلسه قسمت هایش رو توضیح میدیم و میخوایم ببینیم که اگر کسی به زبان سر، به ادعای سر بیاد و بگه که رابطه دربارگی قابل تقلیل است به رابطه علیت، وقت آیا میتونه مشکلات همه مشکلات مسئله دربارگی رو حل کنه یا نه؟ این یه راهه. یه طیف افراطی دیگه اینه که بیایم بگیم خب اصلا دربارگی غیر قابل تحلیله، مثل اونهایی که درباره آگاهی وقتی صحبت میکنن میگن که آقا خب بالاخره آگاهی رو با جهان فیزیکی نمیشه توضیحش داد، بنابراین آگاهی
یک مسئله رمزآلودی خواهد باقی خواهد. هرچی هم که علم پیشرفت کنه، دست به دامنه یا ساحت حوزه آگاهی نخواهد زد. برای آگاهی برای همیشه از دید سوم شخص غیر قابل تحلیل خواهد. ادعای سر اینه که خب تو همین وضعیت در مورد دربارگی هم برقراره. یا یه سری آدم اومدن گفتن که ما این خاصیت دربارگی رو به خواص دیگر فیزیکی تقلیلش میدیم، یا اینکه گفتن نه اصلا این دربارگی رو نمیتونیم تحلیلش کنیم. و من به عنوان یک فیلسوف که میخوام این دوتا راه حل رو قبول ندارم، این راه حل تفریطی و افراطی رو یه راه حل جدید میگم، مثل راه حلم برای مسئله های دیگه فلسفی فلسفه ذهن یا ذهن که تا اینجا مطرح شده. و اون تز مهمه سر اینه که دربارگی کاملا طبیعی است. حالا این جمله یعنی چی؟ یعنی که دربارگی جنبه ای از جهان فیزیکی ماست. بهتر بگیم این جنبه واقعی از جهان فیزیکی هست. همونطور که این مسئله در مورد آگاهی هم میگفت، آگاهی کاملا طبیعی است و آگاهی یک جنبه یا یک ویژگی واقعی از جهان فیزیکی است. به همون معنا دربارگی هم یه ویژگیه یا یک مسئله یا یک چیز کاملا طبیعیه و در جهان فیزیکی وجود داره. خب برای اینکه اینو بفهمیم، بهتره که اصلا بفهمیم که چرا سل مقاومت میکنه از اینکه دربارگی رو به یک مفهوم دیگه فیزیکی تقلیلش بده. یکی از نظریه هایی که در مورد دربارگی هست نظریه الی. حالا راجبش صحبت میکنم. پس بگیم نظریه الی دربارگی چی هست؟ الی محتوا یا نظریه الی دربارگی؟ خب به اصطلاح پشتوانه یا شهود پشت این نظریه اینه که من میخوام این که باور من درباره یک چیز باشه، باور من تو ذهن منه، باور من با یک نظام نورانی در مغز من محقق میشه. برای این یه نظام فیزیکیه. مسئله اینه که چجوری میتونه یه نظام فیزیکی با یه نظام فیزیکی دیگه در عالم خارج مرتبط باشه. همونطور که بحثش هم شد جلسه قبل، یه عده میگفتن خب اون نظام فیزیکی بیرونی علت این نظام فیزیکی درون ذهنیه. خب پس قاعدتا انگار که اگر اون نظام فیزیکی بیرونی نبود، من این نظام فیزیکی درونی رو نداشتم. اگر مسجد شیخ لطف الله نبود، من این آرایش نورونی رو در مغزم نداشتم. اگر فرض کنید که حالا بحثی که با این دوستمون هفته قبل شد این بود که فرضاً اگر وقتی من دارم به این عینک نگاه میکنم، این عینک علت میشه که در نورون‌های قسمتی از مغزم یک آرایشی پیدا کنم. و خب یکی از راه حل‌ها برای این که بگم چرا این قسمت مغزم در مورد این عینک بیرونی است اینه که خب این عینک علت ایجاد اون آرایش ها شده. اون چیدمان نورونی در مغز من معلول حضور یک شیء فیزیکی است در مجاورت من که اون اسمش عینک. اگه این نبود، این آرایش هم در مغز من وجود نداشت. خب این مثال ها رو میشه در حوزه های طبیعی هم زد، یعنی در حوزه هایی که حیوانات هم وجود دارن. فرض کنید شما میبینید که یه قورباغه‌ای داره یه مگسی جلوی حوزه دیدش پرواز میکنه، یه دفعه قورباغه زبونش رو در میاره و
مگس رو میگیره و به درون زبونش، به درون کامش فرو میکشه. خب نکته اینه که یه جورایی به یه نحوی هم انگار که ما میخوایم بگیم که قورباغه داره میبینه که چی؟ که مگس داره پرواز میکنه. پس انگار که محتوای تجربه بصری اون قورباغه اون پرواز مگس در حوزه دید قورباغه است. و خب میشه یه داستان علی گفت که بله، این اگر اون مگس اونجا پرواز نمی کرد، خب قورباغه هم زبونش رو در نمی افتاد برای گرفتن اون. به یک معنا محتوای بصری و تجربه بصری اون قورباغه اون حالت فیزیکی است که در قورباغه، حالا این به زبان استعاری، این نیاز رو به وجود آورد که پس من یک کنشی انجام بدم که اون مگس رو بگیرم. بذار فعلا مشکلاتش رو نمیخوام بگیم، حالا در مورد فعلا بگیم خبرهای خوب در مورد این نظریه چیه، بعد مشکلاتش رو. بله، من راجع به سیمرغ هم فکر میکنم، راجع به اعداد هم فکر میکنم. خب حالا اینا که هویت فیزیکی نیستن. میشه علیت و این نظریه علی رو دربار وقتی راجع به دربارگی به کار بریم ترکیبی از علت‌ها بگیریم یا سلسله از علل بگیریم؟ یعنی این امکانش هم سر میده؟ یعنی من فقط سل از این نظری دفاع نمیکنه. گفتم میخوایم بگیم چرا انگیزه سل برای اینکه علیت قابل تقلیل انگیزه سل برای اینکه بگه که من نمیخوام دربارگی رو به علیت تقلیل بدم، با این روشن میشه که اصلا بفهمیم نظریه علی درباره دربارگی چیه، بعد بگیم که حالا چرا، چه مشکلاتی داره. این مشکلات باعث میشه که سل بیاد بگه که خب نه، من دنبال همچین نظریه نیستم. حالا خارج از این که دفاع بکنیم، نه، من سوالم اینه که میشه زنجیره از علل رو با هم ترکیب کرد و دربارگی رو درباره اون دونست؟ مثلا من عینک رو میبینم، این عینک باعث آرایش اثری نیرونا شده، اما ضعف بینایی، خب من به واسطه این عینک به ضعف بینایی هم پی میبرم، بابت اون ضعف بینایی هم من تو حافظم یه آرایش دیگه ای دارم، منتها مستقیم به اون نگرفتم از طریق عینک، یعنی میدونید یه سلسله مراتب عللی قائل شدم. در این که ها شما میگی که این وضعیت فیزیکی خارج در من فقط یه باور ایجاد نمیکنه، ممکنه خودش یک به اصطلاح یه مجموعه از باورها ایجاد کنه. آره، یعنی که این علتی شده، ولی من به واسطه این علت به خیلی از چیزهای دیگه هم درباره خیلی چیزهای دیگه هم فکر میکنم که باز اونا علت این شده. نه، حالا وقتی علت اونا شده. نه، در خیلی حالت ساده ای رو در نظر بگیرید که آره، این وضعیت فقط در من این باور رو به وجود بیاره که به اصطلاح من عینکی روی میز است. حالا بعد من میتونم این خود این باوره خودش علتی بشه که من باورهای دیگه ای رو بهش فکر کنم، ولی فعلا خیلی وضعیت ساده داستان رو میخوایم سادهش کنیم، چون اگه بخوایم پیچیدش کنیم خیلی عوامل میاد توش که نمیشه تحلیلش کرد. برای همین برای ساده ترین حالت میخوایم بگیم. خب میگم من در مورد حیوانات میتونم به صورت مجازی این نظریه رو به کار بگیرم، بگم خب بله، یه حالت فیزیکی وجود، یه حالت فیزیکی یه جورایی در محتویات تجارب ادراکی اون حیوانات رو هم توضیح میده. در مورد ابزارهای بدون روح و بدون ذهن هم من میتونم این اسناد رو دارم. مثلا بگم که ببینید وقتی که دارم یک دماسنج رو نگاه بهش میکنم، این دماسنج وقتی که در دمای وقتی که بیرون یه وضعیتی باشه که دمای 32 درجه داشته باشه، قاعدتا این ارتفاع فرضاً دماسنج جیوه من یه تا یه جایی میره بالا که عدد 32 رو نشون بده. و من میتونم بگم که نگاه کن، وقتی دارم میگم این دماسنج میگوید که دما 32 درجه است،
این محتوای گفته این دماسنج حالا به صورت مجازی در واقع همون چیزی است که معلول وضعیت بیرونی خارجیه. اونی که در هوای مجاور این دماسنج دما 32 درجه است، خب این علت شده که این ستون جیوه در این دماسنج بره بالا و این عدد 32 رو نشون بده. خب البته ممکنه بعضی وقت دماسنج خراب باشه، حالا فعلا این به اصطلاح این مشکلات رو بذارید کنار، خیلی میخوایم در قسمت جاهایی که خوب کار میکنه رو بگیم چیه. خب پس من میتونم یه قید بذارم برای اینکه این شرایط بره کنار، میگم که آقا در حالت نرمال، در حالتهای عادی اگر یه وضعیت خاصی پیش نیومده باشه، معمولا اگه در هوا مثلا 32 درجه باشه، دماسنجم اون عدد 32 رو نشون میده. پس انگار که یک تزایف یا کوریلیشنی، همبستگی بگیم مثلا، کوریلیشنی بین اون دمای هوا و ارتفاع ستون جیوه وجود داره. یعنی هر وقت هرچی دما کم و زیاد میشه، اون ارتفاع کم و زیاد میشه و این وابستگی یک وابستگی قانونمنده. من مثلا احتمالاً یه سری قوانین فشار و قوانین فیزیک دارم که این دوتا رو با هم مرتبط میکنه، این دوتا وضعیت رو. درست؟ من تو تحت باید یه قیدی بزنم، تحت شرایط نرمال، اگه شرایط عادی باشه. خب حالا من همین رو در مورد باورها و چی؟ محتوای اونها میتونم بگم به صورت خیلی ساده. یعنی بگم که من محتوای باور من پیست، یا من به پی باور دارم اگر و تنها اگر وضعیت پی در جهان چی بشه؟ رخ بده، محقق بشه. یعنی مثلا من باور دارم و این محقق شدن وضعیت جهان همواره همبسته یا متضایق باشه با باور من. یعنی هر وقت اون وضعیت رخ بده من اون باور رو داشتم، و هر وقت باور رو داشته باشم اون وضعیت رخ بده. بنابراین یک رابطه تضایف علی برقراره، به گونه ای که وضعیت بیرونی، وضعیت فیزیکی بیرونی علت باور داشتن من میشه. یعنی مثلا داره بارون میاد، من باور دارم که بارون می آید، هوا باران است. خب فرض کنید در شرایط، حالا شرایط ساده در، هر وقت بارون می باره من این باور رو دارم. از اون طرف هر وقت من این باور رو دارم، بارونم می باره. میگم این عبارت در شرایط عادی و نرمال رو باید لحاظ کنید، چون ممکنه من چکار کنم؟ یه مشکلش اینه که ممکنه که من توهم بزنم که آره فکر کنم که بارون میباره، من باور داشته باشم که بارون میباره ولی بارون نداره. پس تو این دیدگاه انگار که فرضاً یه وضعیت فیزیکی در جهان هست، این وضعیت فیزیکی رو اسمش رو بذاریم پی، این وضعیت فیزیکی همواره متضایفه با یه وضعیت فیزیکی، با یک اصطلاح قسمتی از مغز من. خب من میگم چرا این قسمت مغز من راجع به اینه؟ برای اینکه همیشه یک همبستگی بین این وضعیت و این وجود داره، به گونه ای که هر وقت این باشه در کنار من، من این رو در ذهنم دارم. خب مثلا دیگه راجب اینجا دیگه راجب دربارگی حرف نزدم. چرا این محتواش اینه؟ برای که اصلا این معلول اینه و یک همبستگی بین این و این وجود داره. از تو این داستان
من دربارگی رو حذف کردم، جاش یه داستان علی گذاشتم که بله محتوای ذهن من معلول اون وضعیتی است که اون محتوا رو در ذهن من به وجود آورد. من یه اسب، حالا مثالی هم که فیلسوفا به شلاق دارن، این اسب، من یه اسب رو در یه مزرعه میبینم، این باور در ذهن من شکل میگیره که اسب در مزرعه وجود داره، منتها در شرایطی که شرط نرمال باشه، یعنی که من اولا سالم باشم، ثانیا نور به اصطلاح نور طبیعی باشه، ثالثا نمیدونم وضعیت های عجیب و غریب هم دیگه پیش نیاد. اگه این شرایط شرایط عادی باشه، هر وقت اسب باشه من این باور در موقع درباره اسب رو دارم. خب مشکل این نظریه چیه؟ یا چه مشکلاتی این نظریه داره؟ همین مثال ساده اسب رو در نظر بگیریم. من توی مزرعه دارم قدم میزنم، یه اسب میبینم، اسب باعث میشه که من باور داشته باشم که اسب در مزرعه وجود داره، بنابراین یه وضعیت بیرونی علت باور من شده که اسب وجود دارد یا اسب در این مزرعه هست. خب یه رابطه تضایف هم هست، هر وقت اون اسب باشه من این باور رو دارم. خب چه مشکلی این نظریه داره؟ رابطه علی رابطه یونیکه، یعنی بین علت و معلول همیشه یه جور رابطه برقرار. ولی مثلا اگه ما 10 تا آدم اونجا تو مزرعه داشته باشیم، 10 تا برداشت متفاوت میتونه از اون صحنه‌ای که دارن می‌بینن. رابطه علی تأثیر یکسان رو ذهن این 10 نفر ممکنه نظر اگر علی بود، خب این رابطه هم در ذهن همه این آدم‌ها یه برداشت از اون صحنه میشه. خب مگه این علت نمیتونه چند تا معلول متفاوت داشته باشه؟ نمیتونه؟ یه علت این سیه، این میتونه چند تا معلول داشته باشه. شرایط این داستان اینه که هر وقت این باشه، این معلولم در من باشه. اگه یعنی مقدم قضیه اینه که همیشه یه وابستگی و تضایف باشه. این منافات با این نداره که یک شی، یک علت چند تا معلول داشته باشه. خب نه، فعلا موارد باورهای انتزاعی رو بذارید کنار، در مورد همین اسبه میخوام حرف بزنم. ممکنه من اصلا اسبی در اون مزرعه نبینم و راجع به اسب فکر کنم. شما هیچ وقت اسب رو ندیده باشیم و فکر کنید اسب در آره، اگه من هیچ وقت اسب رو ندیده باشم چی؟ نمیتونم احتمالاً راجع به اسب فکر کنم، ولی در اون وضعیت خاص میتونه اسب در مزرعه نباشه و من باور داشته باشم که اسب در مزرعه هست، یا به اسب فکر کنم. آره ولی قرار شد که علت حاضر باشه و من راجبش فکر کنم دیگه. شاید در داستان چی بود؟ این بود که هر وقت اون علت هست من دارم راجبش فکر میکنم و برعکس، و هر وقت من فکر میکنم اون علت هست. بچه دومش نمیشه دیگه، ما میتونیم قبلا یه اسب دیده باشیم، دیروز من یه اسب در مزرعه دیدم و امروز که از پنجره به مزرعه نگاه میکنم اسبو نمیبینم، ولی به اسب فکر میکنم. خب سوال اینه، اگر قرار بود همیشه تضایف برقرار باشه، قاعدتا وقتی که دارم به اسب فکر میکنم باید یه اسبی هم اونور باشه، ولی علل اصول من میتونم به اسب فکر کنم ولی اسب اصلا نباشه. این یه قد طرف قضیه. از اون طرف قضیه میتونه اسب باشه ولی من به اسب فکر نکنم اصلا.
چرا؟ یکی از راه حل‌ها اینه که من اصلا مفهوم اسب رو نداشته باشم، یه مفهوم دیگه داشته باشم. برای این که وضعیت پی محقق میشه، گارانتی و تضمین نمی کند که من به محتوای وضعیت پی باور پیدا کنم. اسبه هست، ولی من میگم مثلا چی بگم، فرض کنید یه سرخ پوستی که حالا یه مفهوم اصلا اسب رو نداره، یا جهان این موجودات یه جور دیگه طبقه بندی میکنه، اینو میگه مثلا فرشته گریزپا. و من میگه فرشته گریزپا در این مزرعه وجود داره. پس محتوای باور اون آدم با محتوای باور من متفاوته، و این از مقوله حرفیه که به ایشون زنم. یک وضعیت داریم که دو تا محتوای متفاوت رو در آدم‌های متفاوت ایجاد کرده، ولی قرار شد که اگر بخوایم داستان ما خیلی ساده باشه، هر علتی باید یه معلول خاص داشته باشه در جواب به ایشون. یعنی اگر بخوایم رابطه علیت محتوای واحد رو بخواد توضیح بده، باید یه رابطه یک سویه و یکتا باشه، ولی در این حالت خاص نه، یه اسب هست، بسته به این که من فرهنگم اسب رو به عنوان یه موجود به اصطلاح زنده به رسمیت بشماره، یا اصلا اسب رو من قلبدان در کنم، یه مفهوم دیگه ای از اسب داشته باشم، محتوای باورهای ما با یک وضعیت فیزیکی یکسان متفاوت. این رابطه فیزیکی یکسانه، ولی تو تفسیری که میکنن باورا فرق میکنه. این دیگه به اون رابطه علت و معلولی ربطی نداره، این به تفسیر برمیگرده، به زبان که ما از مفاهیمی که استفاده میکنیم، یک مفهوم اسب داره، یک مفهوم یه چیز دیگه رو داره. ولی این رابطه فیزیکیه ثابته، رابطه فیزیکی بین چیزا باید باشه، بین چی اون باوره، باوره وقتی متفاوته، خب باور اون شخص، هر شخصی یه باوری داره، خب این رابطه ثابته. اما حالا برمیگره به تفسیری که ما داریم، من برای اسب مفهوم اسب رو به کار میبرم، یکی دیگه چهارپا به کار میبره، ولی اون رابطه که بین باور و اون علت که یکسانه، نه، قرار شد محتوای باور اینطوری تعیین بشه که محتوای باور چیزی نیست جز اون وضعیت فیزیکی که موجد باور خواهد بود. درست؟ پس محتوای باور، قبول داری که محتوای باور من که مثلا من میگم که اسب زیباست یا اسب در مزرعه است، با محتوای باور اون سرخپوست که میگه چی گفتیم؟ فرشته پرنده در مزرعه است، این دوتا محتوای متفاوتن. نه نه نه، باور قرار شد باور دوتا مؤلفه داشته باشه، یکی یعنی هر حالت اینتنشنال دوتا مؤلفه داره، یکی محتوا و یکی چی؟ یکی گرایش. در این حالت خاص گرایش من و اون سرخپوست یکیه، باور، ولی محتواها متفاوته، دارن دو تا چیز متفاوت بیان میکنن. محتوا غیر از مرجع باور ما همه اون اسبه هست، ولی محتوا متفاوته. ما نظریه ما درباره محتوا بود. خب حالا اگر که من مهارت نقاشی داشته باشم، اون سرخپوست هم مهارت نقاشی داشته، بیان نکنه، فقط ما بگیم که بکشیم محتواتون رو بکشیم، بعد هر دو تامون هم اسب رو بکشیم، محتوامون رو نشون دادیم که یکی، محتواهامون یکیه باورمون، ولی وقتی بیان میکنیم من از فرشته گریزپا استفاده میکنم، اون از مفهوم هست. اما اگه بگیم حرف نگیم باورتون چیه، بکشیم این باور، هر دو تامون اسب رو بکشیم، پس این محتواهامون یکیه دیگه، فقط تو بیانش با داریم دیگه. خب حالا اگه اینو قبول کنی یه اشکال دیگه پیش میاد، و اونه که اون وضعیت فیزیکی حتی یک محتوای به اصطلاح یکسان و منفردی رو متعین نمی کنه. چرا؟ چون من میتونم بگم که اون وضعیت فیزیکی با یک سری
با یک سری وضعیت‌های فیزیکی دیگه هم متضایف باشه. یعنی چی؟ این حضور اصل با حضور ژن‌های اصل هم چیه؟ متضایف. یعنی هر وقت این وضعیت فیزیکی باشه، هر وقت اصل باشه، ژن‌های اصل هم هست دیگه، پای اصل هم هست. خب قرار شدم که اگر وضعیت پی هم متضایف باشه، باور متضایف با خودش رو هم ایجاد کنه. بنابراین یه طرف قضیه همیشه هست، اسب هست، ژن‌هاش هم هست، پای اسب هم هست. باید در من باور به پای اسب باشه، باور به ژن اسب هم باشه، ولی هیچ وقت نیست. مثلا میتونم فقط باور به اسب داشته باشم. چرا اینا نیست؟ وقتی مفهوم هست بوده میشد در ضمن هم در ذیل هم دیگه. مفهوم دیگه. ببین این یه وضعیت فیزیکی. برگردیم به بذار چیزا قضیه رو بنویسم راحت که اینطوری. فاعل اس باور با محتوای پی را دارم. الان یعنی چی؟ یعنی که یعنی اس به پی باور دارم. اگر و تنها اگر پی حاصل شد یا پی محقق شد، درست؟ اینم اگر و تنها اگر دیگه. یعنی هر وقت این وضعیت محقق شد من این باور، هر وقت دما 32 درجه بود چی؟ دما سنج بره رو به اصطلاح ارتفاع دماسنج بره رو جایی که عدد 32 نمیشه. از اون وقت هر وقت این رفت رو 32 این وضعیت بود. این اگر و تنها اگر. حالا اصل هست، اصل در مزرعه حضور داره. اصل که در مزرعه حضور داشته باشه کوریلیشن داره با اینکه ژن‌هاش حضور داره، کوریلیشن داره با اینکه یک جرم مثلا 200 کیلوگرمی وجود داره، بسته به اینکه اسب وزنش یا جرمش چقدر بشه. خب با هزار تا وضعیت فیزیکی دیگه کوریلیشن داره. خب اگر قرار باشه این شرط برقرار باشه، من باید با تمام به تمام وضعیت‌های فیزیکی که با حضور اسب در اون مزرعه حاصل میشن باور داشته باشم، ولی من ندارم، میتونم نداشته باشم. درست؟ من دارم گیج میشم. ببینید فرض کنید مثلا چیز بشه، من علی رو میبینم، خب ولی این چه چیزی داره که من دلاروده امیرم دارم میبینم یا علی رو دارم میبینم؟ من علی رو دارم میبینم، خب من فقط علی هست، باور منم به علی هست. حالا پس من بگم که با این حرف شما من باور دارم که علی دلاروده داره، داریم نظریه رو انتقاد میکنیم. مشکلش یعنی من شما داریم یه حرف میزنیم. این نظریه قرار بود که میگفت باور رو با رابطه علی و تضایفی که بین اون وضعیت فیزیکی و محتوای باور داره مشخص کنید محتواش رو. مشکلی که پیش میاد اینه که من همیشه اون وضعیت فیزیکی با هزار تا وضعیت فیزیکی دیگه تضایف داره که من لزوماً به همه اونها باور ندارم. اما این الان لزوماً چیزای دیگر رو نمیگه ها، به نظرم نمیاد که بگه که شما اسمو میبینین حتما باید تمام اون مفاهیمی که ذیل اون اسم میگنجه اونم حتما باور داشته باشه.
این فقط میگه چیزی رو که میبینی باور داریم همونه. من باور دارم که اسب میبینم. اگر باور داشته باشم که اسب ژن داره، پا داره، هر چیزی، قبلا هم حضور اونو دیدم که خب به اونم اعتقاد دارم. ولی اگه من فقط اسب دیده باشم، چه دلیلی داره که من باور داشته باشم که اسب ژنم داره، نمیدونم حالا هر چیزی که تو دید نمیاد. من فقط باور دارم که اسب هست. وقتی هم اسب هست من باور منم هست. اما اون جزئیاتش رو من نمیدونم توی این فرمول چجوری میشه جا داد. ببین قبلش یه چیزی گفتیم که اون رابطه بین تزایف بین رستلا دماسنج و دمای هوا رو در نظر بگیریم. بله. قرار شد که هر وقت این وضعیت فیزیکی باشه این دماسنج هم یه عدد خاصی رو نشون میده. یعنی این که هر این وضعیت فیزیکیه، این خودش روش نداشته دمای هوا چقدر. درست. این وضعیت فیزیکی که باشه این دماسنج مثلا عدد 32 رو نشون میده. حالا به همین میزان این وضعیت فیزیکی اسب وجود دارد در مزرعه محقق میشه. خب این اسب، این وضعیت فیزیکی من، اینم من. خب این اسب اگه وجود داشته باشه قاعدتا من باید این باور چیه داشته باشم که اسب وجود داره در مزرعه. ولی اگر این تزایف رو جدی بگیرم و این وضعیتی که به وجود اومده به همراه خودش یه سری وضعیت‌های فیزیکی دیگر هم همیشه داره، یعنی هر وقت این باشه اون وضعیت‌های فیزیکی دیگه هم باید باشن. خب بنابراین باید مثلا موجود چهار پا هم باشه، پای اسب هم باشه، اسب زنده هم باشه، نمیدونم ژن‌های اسب هم باشه. اینا رو ممکنه من اسمشون رو ندونم ولی این وضعیت‌ها بالاخره هستن. خب اگر این خیلی تعهد جدی باشه به همراه اون داستان تزایف، یعنی من باید باور به با اون وضعیت‌های فیزیکی دیگه هم داشته باشم. اینا همه مشکل، این مشکل شماست یا همه مشکل دارن؟ من مشکل چه دلیلی داره که ژن‌های اصلا تصویر یا ساختاری تو مغز من ایجاد کنه؟ چرا؟ از خودش ایجاد می‌کنه، مغز من ایجاد می‌کنه. درست. خب چرا باید ژن‌هاش این کار رو بکنه؟ چرا باید ژن‌هاش علت یه ساختاری در مغز من باشه؟ اسب و پاهاش تمام وجودش این کار رو میکنن. مزرعه و همه چیزایی که در مجاورتش واقع شدن. ولی چیزی که در حوزه احساس من قرار نگرفته چرا باید این کار رو بکنه؟ ولی میتونه علت در من علت باشه که چیزی که یعنی... ببینید اسب به عنوان یه موجود فیزیکی، ژن‌های اسب فیزیکی هستن ولی در حوزه احساس من واقع نداره. یعنی چی؟ میتونن تأثیر بذارن روی من؟ هر جای بدن اسب مگه نمیتونه تأثیر بذاره روی من؟ بذاره به شرطی من ژن‌ها رو ببینم، لمسش کنم. به واسطه نه، به واسطه بله، با واسطه میتونه تأثیر بذاره. با واسطه ولی خب. در حال حاضر با اون چیزی که شما اونجا تأثیر کردید نه. چرا دیگه؟ ببینید این به نظر من خیلی واضحه. وقتی که شما دارید میگید اسب وجود دارد در مزرعه، آیا قبول دارید که این وضعیت فیزیکی همیشه همراه وضعیت فیزیکی وجود ژن‌های اسب هست یا نه؟ هست. خب خیلی چیزا دیگه هم هست. من قبول دارم ولی هیچ کدوم چرا دارد. چه خب پس اگر این نظریه قرار باشه میگه که هر وقت یه چیزی بود اون وضعیت فیزیکی شما بهش باور دارید، خب پس من باید علاوه بر این که به این اسب وجود دارد در مزرعه باور داشته باشم، به تمام وضعیت‌های فیزیکی که متضایف با این وضعیت هست باید باور داشته باشم. خب خودتون فرمودید این نظریه غلط. خب منم همین رو میگم. خب همین این غلط نمیتونه باشه، غلط میتونم شم خیلی بدیهیه. خب پس حرف نداریم ما. خب نه ولی چیزی که دوستون به اصطلاح برداشتی که دوستون کردن این بود که یه حالت دفاعی داشتید نیست داره. نه من نه غلطه من نه من پس چی گفتم؟ داریم نظریه گفتیم دلائل عکس العمل سل رو به این نظریه میخوایم بسنجیم. اولش گفتم این نظریه چیه، بعد میخوایم ببینیم که چرا سل در برابر این نظریه مقاومت گفت. گفتم یکی از مشکلاتش چیه این؟ خب پس نه من منظورم نه، ببینید در رابطه با این درجه من اگه بخوام بگم
آیا ما میتونیم توقع داشته باشیم این دماسنجی که داره درجه هوا رو میگه آلودگی هوا رو هم بگه؟ چون بالاخره هوا آلودگی هم توش هست دیگه. ما فقط میخونیم که از این باور به این باور داریم که این فقط اینو نشون بده، توقع نداریم چیزای دیگر رو نشون بده. من وقتی باور دارم به اصل، توقع اینه که من فقط اصل رو دارم میبینم. بله بله. حالا من دیگه ژن و این چیزاشو من توقعی ندارم. آه. دقیقا مثل این دماسنجیه که من توقع ندارم آلودگی هوا رو نشون بده. درست. من فقط توقع دارم گرما رو نشون بده. بله. در صورتی که آلودگی هم اون تو هست. بله بله. خب حالا میخوام بگم که طبق این فرمول چیز اشتباهی نمیگه. من نمیدونم اون جزئیات توی این فرمول نیست. بک‌گراندش تزایفه. شما تزایف رو دقت کنید. من فکر کنم هایی دارم خودم تکرار میکنم. این به همراه این میگه که هر وقت اگر یک رابطه تزایف بین یک وضعیت فیزیکی و باور شما باشه، به گونه ای که هر وقت اون به گونه ای که هر وقت وضعیت فیزیکی رخ داد شما باید اون باور رو داشته باشید. خب حالا اینو با این همراهش کنید، یعنی هر وضعیت فیزیکی متضایف با اون وضعیت فیزیکی اولیه شما رو ملزم میکنه که به اون وضعیت فیزیکی باور داشته باشید. ببینید اسب وجود دارد در مزرعه، این متضایف با وجود ژن‌های اسب، درست؟ هر وقت این پیش بیاد این هم پیش میاد، تا این نباشه این نیست دیگه، درست؟ ولی این که هست این هم هست، این هم باید خیلی چیزهای دیگه هم هست. یه مستاقش اینه، این قرار شد که اگر من یه وضعیت متضایفی داشته باشم این باور رو در من ایجاد کنه، ولی قرار شد که هر وضعیت فیزیک، حالا این هم با این متضایفه، سوال اینه که چرا من به این باور دارم ولی به این باور ندارم؟ چرا من میتونم به این باور داشته باشم ولی به این وضعیت متضایفی که با این وضعیت فیزیکی همیشه متضایفه باور ندارم؟ در صورتی که قرار بود که رابطه تضایف باور ایجاد کنه. شما با آخرین علت همیشه نظر داریم، باورمون از اون آخرین علت فقط نشأت میگیره. میدونید مثلا این ژن باعث اسبه، اسب باعث باور منه. من فقط به اسب باور دارم. وقتی من به اسب باور دارم اون علتی که به وجود اومدن اسبم ذیل این، بله حداقل این نظریه باید به اصطلاح قید بخوره. بعد بگه که دقیقاً چه وضعیت فیزیکی، کدام قسمت از اون وضعیت فیزیکی باعث این باور خاص من میشه. خب حالا بقیه پس دوباره بگم، من هم از این نظریه دفاع نمی کنم، در واقع داشتیم ایراد سر رو به این نظریه خواستم. الان اون رابطه ای که بین دماسنج و دماسنج هست باز همین ایراد بهش وارده؟ یعنی اونجا هم رابطه علی برقرار نیست؟ در اون حالت خاص چرا؟ چرا؟ مطابق این اینی که میگه علی یه جور بوده تضایف بین همه علت ها با معلول هست، همه اوصاف علت ها معلول هست، خب جوابی که میدیم اینه که این دماسنده کارش اینه که فقط دما را نشون بده. خب مغز ما هم اونقدر فرض کنه قابلیت نداره که همه اوصاف رو این یه راه حل. آره این راه حل، حالا میگیم. خب پس خب یک قسمت دیگه شب این بود که آقا من فرض کنید اسب رو میبینم، نکته اینه که اصلا برای اینکه باور داشته باشم که اسب در مزرعه وجود داره فقط صرف حضور فیزیکی اسب کفایت نمیکنه. اگر فرضاً این اطلاعات اضافی من، این اطلاعات هم به من بدن که آقا شما یه جایی هستن که یه مقدار گورخر هستن یا یه مقدار حیواناتی هستن که شبیه اسبن و این حیوانات توی این مزرعه هم زیاده،
برای حتی اگر من یه چیزی که به ظاهر اسب نگاه کنم، ممکنه در من این باور به وجود نیاد که در این مزرعه اسب وجود داره. یعنی گویی این که من به باور داشته باشم که اسب وجود داره در این مزرعه، علاوه بر اون که به وضعیت فیزیکی بیرونی وابسته است، به سایر باورهای من هم چی وابسته؟ این که من چه اطلاعاتی تو ذهنم هست. و خب این نظریه که همه محتوای باور رو میبره در اون قسمت بیرونی و در جهان بیرونی، انگار یه جورایی مشکل پیدا میکنه، چون بسته به این که من بخوام بگم باور دارم که اسب وجود داره، اینطور نیست که یک چیزی به شکل و شمایل اسب ببینم. باید باورهای دیگه هم داشته باشم، بگم که من رو به اصطلاح یقین بهم بده که اون چیزی، اون داده هایی که به شکل و شمایل اسب میبینم، داده های اصیلی هستن. و من رو تعبیر کنم به این که بله، من الان باور دارم که اسب در این مزرعه وجود داره. خب این نظریه هم تو که میبینی یعنی مشکلاتش در این به اصطلاح تقریر کاریکاتوری خیلی زیاده. در مورد یه اسب خاص، من میتونم در شرایط که فرض کنید که تاریک باشه هوا، یه چیزی ببینم شبیه به اسب و بعد بگم که خب در این مزرعه اسب وجود داره. ولی اون چیزی که دیدم فلواقع گاو باشه، منتها در شرایطی باشه که نور نامناسب. خب پس باید بگم که خب آیا این نظریه غلطه؟ بعد بگی نه، میتونه مدافعش بگی که نه این نظریه غلط نیست. چرا غلط نیست؟ چون شما قسمت شرایط نرمال رو یادت رفته. من به تو گفتم وقتی در شرایط نرمال اون وضعیت فیزیکی دیده بشه، اون باور در شما ایجاد میشه. بعد شما ازش بپرسید خب اون شرایط نرمال رو چجوری احسا میکنید؟ چجوری میگید که شرایط نرمال یعنی چی؟ قاعدتا نمیتونه بگه شرایط نرمال وقتی که شما اون باور رو راجع به اسب داشته باشه، چون اصلا قضیه همینه. به ما باید بگه شرایط نرمال چه وقت من راجع به اسب باور دارم. و این که من احسا کنم یا یه توصیفی بدم از شرایط نرمال، این خیلی سخته. بگم شرایط نرمال چی؟ شرایط نرمال شرایطی است که وقتی واقعا اسب باشه، من واقعا به اسب باور داشته باشم. ولی این جمله درسته که خیلی بی ایراده، ولی هیچ اطلاعی رو به من نمیده. نمیگه که چه شرایطی واقعا اسب رو ایجاد میکنه که من واقعا به اسب باور داشته باشم. برای من میتونم اگر صحبت از تزایف باشه بگم این شرایط مجموعه است از اینکه حضور واقعی اسب، توهم زدن اسب، دیدن گاو در شرایط تاریکی، همه اینها همیشه تزایف داره با باور من به اسب. ولی خب این شرایط انقدر ناهمگنن که حتی اگر که یک کسی بیاد یه اسب رو خیلی قشنگ نقاشی کنه و تو اون مزرعه بذاره، از یه بعد، از یه فرضاً زاویه خاصی با اون حالا سعی کنه سه بعدی بکشه، خب من میتونم بگم که آره اسبم هست در اون مزرعه. پس یه تنوع ناهمگنی از شرایط ممکنه که در من ایجاد باور به اسب رو بکنه. خب چیکار کنم؟ یکی از راه‌های دیگه اینه که بیام این نظریه رو یه جورایی ترکیبش بکنم با صحبتی که ایشون کرد یا شما راجع به دماسن. وضعیت فیزیکی هوا یا وضعیت که هوای مجاور یه دماسنج داره خیلی ویژگی ها داره. آلوده هست، نمیدونم میزان تشعشعش درش چقدره، نمیدونم گرد و غبار درش زیاد هست. ولی دماسنج قراره که چیکار کنه؟ قراره یک جنبه خاص از این وضعیت فیزیکی بیرونی رو منعکس کنه. و اون چیه؟ دمای اون وضعیت. خب منم به عنوان انسان وقتی که در یا یک حیوان وقتی که در یه محیط فیزیکی قرار میگیرم،
حالات ذهنی من و باورهای ذهنی من همه ویژگی های اون محیط فیزیکی یا همه اطلاعات اون محیط فیزیکی رو چکار نمیکنه؟ بازنمایی نمیکنه. یا جنبه هایی از اون محیط رو بازنمایی میکنه. درست؟ به همون نفت که اون دما سنجه فقط قراره که دما رو بازنمایی کنه، نه چیزای دیگه. خب من اگر قرار باشه یک داستان خوب و تمیز بگم در مورد اینکه بازنمایی چجوری صورت میگیره، به این صورت باید بگم که باورها و حالات ذهنی من یه سری کارکرد دارن، مثل اون دماسنجه. کارکرد دماسنج اینه که چی؟ فقط دما رو بازنمایی کنه. درسته؟ بنابراین اگر کارکردهای باورهای منم این باشه که، یا کارکردهای اون آرایشهای نورونی هم این باشه که یه جنبه های خاصی رو بازنمایی بکنم، میتونم قضیه رو چکارش کنم؟ سرتش رو به هم ببندمش، محدودش کنم. این که مغز، مغزی که من دارم باور دارم که اسب در مزرعه وجود دارد، یه آرایش نورونی خاصی در ذهن من هست، منتها این آرایش نورانی خاص من با حضور اسب یه جورایی تزایف داره، منتها حضور اسب بیشمار اطلاعات دیگه هم هست، منتها این آرایش نورانی خاص من کارکردش اینه که چیکار کنه؟ فقط حضور اسب رو به من بازنمایی کنه، نه اینکه توی مثلا شبه سرگردانی هم هست، نه اینکه ژن‌های اسب هم وجود داره، نه اینکه یک حیوان چهار پایی هم هست، نه نه و هزار تا چیز دیگه که میتونه علل اصول چی باشه همراه با این وضعیت فیزیکی. خب این دیدگاه نکته و تأکید اساسیش رو چیه؟ کارکرد. هر چیزی کارکرد داره، درست؟ بنابراین هر اگر قرار باشه که کارکرد یک در همراه با چی؟ برای وقتی که من میگم این شی یه کارکردی داره، یه وظیفه‌ای داره، این رو در راستای یک هدفی دارم میسنجمش، میگم که اگر این وظیفه رو اعمال کرد اون هدفه چی میشه؟ ارضا میشه، اون هدفه حاصل میشه. خب در مورد سیستم های مصنوعی و نظام های مصنوعی، خب صحبت از هدف و غایت و طرح و کارکرد به اصطلاح خیلی اشکالدار نیست. چرا؟ چون میگی مثلا من این دماسنج اصلا من طراحیش کردم، قراره که این کار رو برای من بکنه، این پشتش یه طرح هست، این رو من طرح کردم، این محصول ذهن منه، این به این هدف طراحی شده است که فرضاً دما رو بازنمایی کنه. آیا این طرح و کارکرد رو میشه در مورد اندام‌های حسی و زیستی انسان هم به کار گرفت یا نه؟ یعنی آیا صحبت از کارکرد به معنایی که ما در مورد اشیاء مصنوعی و اشیایی که مخلوق طرح و تدبیر هستن به کار میگیریم، آیا به همون اندازه در مورد نظام‌های طبیعی هم مجاز هست یا نه؟ یعنی ما میتونیم در مورد مثلا بگیم که آقا قلب کارکردش اینه که چیکار کنه؟ خون رو پمپ کنه به اعضا، درست؟ فرض کنه این یا فرضاً قده صنوبری کارکردش اینه که یه آنزیمی رو ترشح کنه که مربوط به تنظیم ساعت درونی بدن. آیا اینجا صحبت کارکرده یا بازنمایی این کارکرده؟ کدومش مطلبی داره؟ خب وقتی که میگیم کارکردش بازنماییه، کارکردش همون بازنمایی میشه. خب این یه جمله گذاره،
بازنمایی این گزاره مورد نظر شما هست یا کارکرد این خود این گزاره؟ کارکرد نه، کارکردی که نسبت میدیم. آیا اصلا ما بازنماییه؟ خب آره، می‌خواستم بگم که ما برای بازنمایی میتونیم از مفهوم کارکرد استفاده کنیم که حالا توضیح میدم که چه جوری مسئله بازنمایی رو با کارکرد میتونیم حل کنیم یا حل نکنیم. خب وقتی این موضوع بازنمایی هنوز مشخص نشده، ببینید ما بس وقتی به اینجا کشید که بازنمایی پدیده‌های آگاهی پدیده‌های مطرح بود دیگه، خب رسیدیم به اونجا که گفتیم مثلا چیزی به نام درد چه جوری بازنمایی میشه. خب و در مورد اصل مشخصه، من میگم اصل یه ساختار نورونی ایجاد میکنه در مغز من، بازنمایی میشه، بازنماینده میشه یا بوده. درد و یا قرمزی تو مثال استدلال معرفتگاه دکتر شیخ زاده مطرح کردن، چیزی به نام قرمزی چجوری میتونه بازنمایی باشه که نتیجه گرفتن میتونه غیر فیزیکی باشه، شبه پدیداری باشه. الان مورد درد ما اینجا مثال بکنیم، باشه بحث کنیم شاید این نتیجه بشه. درد چجوری در مغز چیز میشه، بازنمایی میشه؟ کار کرد این مشتا این مشخص نشده، من چجوری بدم به عنوان یک چیز کار کرد یا بازنمایی یک گزاره رو بیل بررسی کنم؟ خود قلب بازنماییش مطرحه، خود گردش خون بازنماییش مطرحه، خون به عنوان یه شباهتی با قلب داره تو گزاره میاریم بازنماییش مطرحه، نمیتونیم واردش بشیم. ما الان چیزی که به نظر من میرسه و برای من سواله، من میخوام بدونم بازنمایی اصل رو میپذیریم به عنوان چیز مادی و چیز دردم به عنوان چیز مادی، ولی بازنماییش باور این که بازنماینده میشه این به سادگی بازنماینده شدن اصل نیست. اینو چیکارش کنیم؟ نه منم قبول دارم که بازنمایی گزاره بازنمایی پیچیده تر از بازنمایی بسیار پیچیده تر خب بازنمایی مفهوم هاست، مفهوم هایی که اجزای تشکیل دهنده اون گزاره هستن. من مفهوم رو مشکل داره. خب آره، ولی اصلا کل قضیه من داشتم راجعش بحث می‌کردم، حالا چه راجع به بازنمایی مفهوم چه راجع به بازنمایی گزاره، شما هم مفهوم و هم گزاره میتونید با علیت توضیح بدی هم با کارکرد. من دارم از نگرش کارکردی دفاع میکنم. میگه فرض کنید در این فرض کنید اگر کسی این مشکلات نظریه علی بازنمایی رو جدیدی، حالا میتونه از مفهوم کارکرد استفاده کنه برای اینکه اون مشکلات رو حل کنه. کارکرد به کجا با تقریب جهد کارکردش؟ این کارکرد این بطری که اینجا هست کارکرد این که آب رو نگه داره، آب رو سالم به ما برسونه. کارکرد این که شما میفرماید قلب مثلا کارکردش چیه؟ حالا شما که نذاشتین به حرفم بعدشم وسطش میگفتم، شما گفتید کارکرد چیه؟ حالا بذارید کارکرد من معنی ندارم به بازنمایش بتونیم برسیم. حالا میتونیم برسیم. خب بعد پس تو این دیدگاه که کار کرده، اول بعد یه جورایی باید بگیم که صحبت کردن از کارکرد در مورد پدیده های زیستی و در مورد به اصطلاح پدیده های طبیعی معنا داره. این یه نکته، یعنی باید این کسی که از دیدگاه به اصطلاح کارکرد میخواد یه جورایی محتوا رو مشخص کنه، باید اول بگه که چرا مجازه که در پدیده های زیستی از کارکرد صحبت کنه، و این صحبت از کارکرد متوسل به غایت و نمیدونم اون چیزهایی که در دیدگاه های علمی خیلی مطلوب نیست نمیشه. این یه نکته، چون فرضاً در دید زیست شناسانه بحث اینه که ما مخلوق شدیم ولی هیچ غایتی برای خلقت ما وجود نداره، بنابراین اینطور به وجود نیومدیم که یه کارهایی رو بکنیم و با برای به اصطلاح انجام اون کارها به وجود ما، نه ما محصول تصادفیم و اون چیزی که کار داره میکنه در واقع انتخاب طبیعی. یک سری موجودات متنوع وجود دارن، این موجودات متنوع ویژگی های متنوع دارن، انتخاب طبیعی در واقع اونهایی که با محیط تناسب بیشتری دارن رو انتخاب میکنه تا به ویژگی هاشون رو به نسل های بعدی منتقل کنن. خب و خب انسان هم مثل
همه گونه های زیستی مخلوق انتخاب طبیعی و تصادف. خود همین هدفمندی و غایتمندی مگه یه همه پسیمی نیست؟ یعنی ما ابتلا حاصل کردیم ازش، نه اینکه از قبل هدفمندی باشه. در تایید زیست‌شناسا من دارم میگم که خب من اول میبینم قلب چجوری داره کار میکنه، بعد میام براش مفهوم هدفمندی رو انتظام میکنم و من این کار که ازش منتسب میکنم، ولی اون داره کار خودش میکنه. یعنی هیچ هوشمندی خودش به ذاته نداره، من دارم براش تعریف میکنم. خب یعنی کار کردن خون من دارم اسناد بینم به قلب. اون خودش موجود هوشمندی نیست. من یه قلب این کارو میکنه یا نه؟ قلب این کارو میکنه آه. اما من واژه به نام هدفمندی رو خودم انتزاع کردم از اطلاعاتی که از بیرون کسب کردم و با هم جمع کردم، یه مفهومی درست کردم به نام هدفمندی، دارم برای این مجموعه که قلب داره کار میکنه به کار میکنه. ولی خودم قلب هیچ هدفمندی نه. ببینید من میتونم صحبت از کارکرد قلب بکنم، بگم قلب این کارکرد رو داره. آیا ولی قضیه اینه که آیا وقتی من از این کارکرد صحبت میکنم همون معنایی رو مراد میکنم که مثلا میگم کارکرد رئیس یک اداره این است که این کار رو بکنه یا نه؟ غایتمندی در اون کارکرد مندرج نیست. خب آره میگم کسی که ممکنه که بگه که من صحبت میکنم از کارکرد و کارکرد صحبت از کارکرد مجازه و اشاره به غایتمندی هم نداره. این در واقع همون پاسخ سوال اول منه که اولین وظیفه‌اش اینه که بگه اصلا چرا ما به موجودات طبیعی اسناد کارکرد میدیم که یه جوری در وقت که اسناد کارکرد میدیم پس ذهنمون غایت و تدبیر، و بگه که نه لزوما اینطور نیست که هر وقت ما به یک چیزی کارکرد میدیم اسناد کارکرد میدیم این با غایت و تدبیری مرتبط باشه. این یه نکته. ولی به هر حال کارکرد داره طرف، اون چیز کارکرد، ولی معنای کارکرد برای یه زیست شناس باید مشخص بشه که دقیقا چی. خب توی این دیدگاه داریم میگیم که یه چیزی داریم به نام آر، این میخواد بازنمایی بکنه، منتها میخواد سی رو بازنمایی کنه. قراره که سی بازنمایی بشه، یعنی آر اون چیزیه که بازنمایی کننده است، سی هم قرار اون چیزیه که حالا سی میتونه گزاره باشه میتونه مفهوم باشه، درست؟ روی سی قید نمیذاریم که چیه سی. آر مستقلش چیه؟ حالا میگیم آر حالا میتونه یه فرایند مغزی باشه، یه آرایش نورونی باشه، یه چیز بیولوژیک باشه، هرچ این هم سی هم میتونه سیب باشه، میتونه سیب شیرینست باشه، میتونه درد باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. من میگم که آر بازنمایی، خب میگیم برای اینکه آر سی را بازنمایی کنه حضور سی نه شرط لازم است و نه کافی. یه نکته اصلا آر سی رو میخواد بازنمایی کنی که آر چیه؟ فرض کنید حالا در حالت ساده یک آرایش خاص نورونی مغز من، این آرایش خاص نورونی مغز من حالا با قول ایشون این درد سرسر قراره که این بطریه رو بازنمایی کنه، نه اینکه بطری روی میز است. حالا نمیدونیم که اصلا چجوری بطری روی میز است بازنمایش اصلا صورت میگه. فرض کنیم ما انقدر پیشرفت کردیم که فهمیدیم که بازنمایی بطری در مغزهای ما چه آرایش نورونی هست. خب با این حالا فرضش بگیم، پس ما فرض برای این که بگیم اون آرایش نورونیه این بطریه رو داره بازنمایی میکنه، اصلا لازم نیست، نه شرط لازمه که بطریه باشه اینجا، نه کافیه. چرا؟ چون بعضی وقتا هست بطریه هست که مثلا به بطری فکر نمیکنم، بعضی وقتا من به بطری فکر میکنم بطریه نیست،
حضورش شرط لازم و کافی نیست. وجودش چی؟ وجودش که هست. حضورش در کنار من. سیما توی سیما فکر میکنی سیما نه حضور داره نه وجود داره. در این صورت حالت ذهنی بازم میکنه چه چیزی؟ خب فعلا ما در مورد اشیاء موجود میخوایم بحث کنیم. حالا اشیاء معلوم رو بزنیم کنار تا اعداد اینا رو که اول ببینیم اصلا اینا رو میشه حل کرد یا نه. به نظر من درستی و الحمدلله نه میخوام به اون وقتش بدم به اون مسئله چه قبلن فرد. ببینید اینجا هم حضورش میتونی بازنمایی بکنه، هم گزاره هایی که شما میتونید در مورد من در مورد این بطری به من ارائه بدی، مغز من خودش بازنمایی ایجاد این میتونه درست باشه. الان این چیزی که من از بدم ببینید هم خودش رو احساس بکنم هم گزاره هایی که شما در خصوص این ارائه میدید این بازنمایی رو در مغز من ایجاد بکنید. بله بر این اساس این چیز کاملا درسته. خب حالا آیا ببینیم اطلاع اضافی تری هم تو این دیدگاه میشه داد در مورد بازنماییه؟ اون همون حرف اتصال بازنمایی به کار کرده و اون اینه که آر باید کار کرده بازنمایی سیرا داشته باشه و این کارکرد دقیقاً به معنای کارکرد زیست شناسان است، به همون معنایی که ما داریم میگیم قلب کارکردش چیه؟ پمپ خون. یعنی چی؟ یعنی از دیدگاه زیست شناسان اعضای یک ارگانیسم اینا کارکردهای متفاوتی دارن. این کارکردهای متفاوت در طول تحول اون ارگانیسم ممکنه متفاوت هم بشه. یعنی یک عضو ممکنه یک کارکرد 200,000 سال قبل داشته باشه، بعد از گذشت زمانهای زیاد همون عضو اون کارکردش رو از دست بده و یک کارکرد جدیدی جایگزین بکنه. خب اینو زیست‌شناسان به ما میگن چجوریه قضیه. ولی ممکنه هم نه، یه عضوی یه کارکردی رو همیشه داشته باشه. انتخاب طبیعی روی کارکردها عمل میکنه، یعنی میخواد که کارکردها، چون کارکردها وسیله بقای ما هستن دیگه، من با کارکردها اگه خون قراره که خون تو بدنم پخش بشه و خون به اعضای بدن من برسه، حالا این میتونه با یه قلب باشه میتونه با یه قلب مصنوعی باشه، اگر اون کارکرد بر نقش خودش رو ایفا کنه من به بقا ادامه پیدا میکنم و من میتونم تولید مثل کنم و در به اصطلاح ژن هام رو انتقال بدم به نسل های آینده. خب حالا از انتقال طبیعی روی این کارکرد ها عمل میکنه. اگر یه چیزی کارکردش بازنمایی سی باشه این انتخاب میشه و باقی میمونه. خب همیشه این کارکرد رو داره، منتها ممکنه بعضی وقتا بد عمل کنه، همطور که بعضی وقتا قلب بد عمل میکنه، یا ممکنه که به اصطلاح چی؟ دماسنج قرائت بد بده، خراب بشه. پس وقتی که شما پای کارکرد رو به میان آوردید دارید امکان بد بازنمایی رو هم لحاظ میکنید که آقا کار کرده آره اینه که سی رو بازنمایی کنه ولی ممکنه بعد عمل کنه. گارانتی هیچ تضمینی وجود نداره که همیشه اگر قراره که دماسنج وظیفش این باشه که دما رو نشون بده، خب ممکنه که نشون نده با اینکه بلت اینکه خراب یا بد نشون بده. به همون میزان ممکنه یک عضو یا یک چیز بد عمل کنه، کار کردهش رو تماما ایفا نکنه. توی این نظریه که انگار که سلم تا حدی میخواد این نظریه رو بپذیره بدون اینکه وارد جزئیاتش بشه، اصلا این تیکار رو نمیدونه، میگه کارکرد یعنی بازنمایی یک پدیده کاملا طبیعی است. فقط همین جمله رو در مورد بازنمایی میگه که آقا خب حالا یعنی چی؟ به چه معنا بازنمایی یک پدیده طبیعی است؟ احساس من اینه که یه جور تعلق خاطری به این
روایت زیستشناسانه از نظریه کارکر داره. خب یعنی پس وقتی که من صحبت کردم از کارکر، کارکر به معنای زیست شناسان است، به معنای اینکه هر چیزی، هر ویژگی، یعنی اینکه فرض کنید که این نوع، فرض کنید در وهله اول، در اولین باری که انسان سیب رو در طول تاریخ طبیعت میبینه، خب و این سیب یک آرایش نورونی خاصی در مغزش به وجود میاره. فرض کنید آدم ابوالبشر سیب رو در به اصطلاح حالا یا در بهشت میبینه یا در روی زمین، حالا نمیدونم کجا، اون برای اولین بار و اولین باره که سیب دیده شده. خب یه آرایش نورونی خاص در مغز ایجاد میشه، رفته رفته این آرایش نورونی خاص به گونه ایست که همواره انگار که وقت که هی اون سیبه رو میبینه دوباره اون آرایش نورانی به وجود میاد. بنابراین انگار که کارکرد این آرایش نورانی میشه کارکرد چی؟ بازنمایی سیب. یعنی وظیفه این چیدمان اینه که سیب رو به من یادآوری کنه. خب حالا فعلا داستان رو خیلی میخوایم سادهش کنیم، یعنی در ممکنه که خود اون آرایش نورانی، تمام این آرایش های نورانی که من سیب رو میبینم یک شباهت ساختاری به هم داشته باشن، در جزئیات با هم متفاوت داشته باشن، مثلا همشون 10 تا به اصطلاح سیناپس داشته باشن، حالا بر سادگی، و بعد این سیناپ های حالت دایره ای رو یه شکل دایره ای داشته باشن، منتها تو خود اینا هر کدومشون چه تنوعی داشته باشن این با هم فرق داره. در وضعیت خیلی 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 ساده انگارم فقط برای جلسی میلیارد ها میشه بود این نهایت حالتش نورانی باید با اون تصور باشه، فقط برای بازنمایی دیگر سیم فرق. ولی من این مانع از این نیست که من قائل باشم که تمام این میلیارد ها یه شباهت ساختاری با هم دارن، همشون یه گراف دارن، یه گراف کلی دارن، حالا در جزئیات مثلا همشون فرض کنید این حالت اینطوریه دارن، ولی این که چه تعداد اینجا باشه، اینا با هم چه تفاوت داشته باشن، اینا فرق داره، ولی همشون این شکل کلی رو دارن. میتونم اینو بگم؟ نکته نه، اگر خب حالا انتخاب طبیعی رو این کارکرد داره عمل میکنه، میگه پس اجداد من با آرایش نورانی این خاص انتخاب میشن که این وظیفش چی باشه؟ این باشه که سیب رو در جهان بازنمایی کنه. خب حالا ممکنه بعض وقتا این اشتباه عمل کنه، به همون میزان که دماسنج اشتباه عمل میکنه، کارکردش درست انجام نمی. قلب من خون رو به تمام اعضای بدن نمی‌رسونه. خب سوال اینه که آیا من بازنمایی، سوال دقیق‌تر اینه که آیا من بازنمایی رو برداشتم، بازنمایی رو تقلیلش دادم به کارکرد؟ حرفی که سر میزنه اینه که نه. اگر شما فکر کنید که بازنمایی تقلیل داده شده باشه به کارکرد، نه من اینو نمیگم. ادعای من اینه که حتی در زیستشناسی شما به یه نحوی باید قبول کنید که بازنمایی وجود داشته باشه. همینطور که تو این جمله من میگم آر باید کارکرد بازنمایی سی رو داشته باشه، نمیگم آر باید کارکرد داشته باشه. اصلا کارکرد داشته باشه جمله مبهمه، یعنی چی کارکرد چی رو داشته باشه؟ پس من نیومدم بازنمایی رو تقلیلش بدم به یه مفهومی به نام کارکرد، بلکه من گفتم حتی در دل مفهوم کارکرد هم یه جورایی مفهوم بازنمایی خوابیده است. بنابراین حتی در زیستشناسی عالی هم شما از شر بازنمایی خلاص نمیشید. پس به همین معناست که سر میگه دربارگی یا بازنمایی ویژگی کاملا طبیعی است. درست؟ پس دوباره پروژه شو
اگه یادتون بیاد جمله اولی که نوشتم این بود که هدف سر این نیست که بگی که آقا من میخوام از شر بازنمایی خلاص بشم. نه، بازنمایی وجود داره. بازنمایی یک پدیده کاملا طبیعی است، منتها از چه طریقی صورت میگیره؟ از طریق کارکرد یک سری اندام ها و فرایند های مغزی در ذهن. درست؟ این وظیفه به اصطلاح علم عصب شناسیه که این جزئیات رو برای ما مشخص کنه، به ما بگه که آقا شما این چجوریه که وقتی که دارید به یک صفحه کامپیوتر نگاه میکنید و یک تجربه‌ای دارید، این تجربه بصری شما راجع به دیدن یک صفحه کامپیوتر، اون مکانیزمی که در مغز شما به وجود میاد اینو به شما میگه. ولی به قول سه اگه سوال بکنید که چرا اون مکانیزمه باعث، چرا اون مکانیزمه راجب کامپیوتر بیرونی است، این سوال یه سوال بی‌معناست. یعنی دقیقا همون حرفی که شما جلسه قبل با من بحث میکردید که آقا اصلا وظیفه و کار کرده این فرایند بازنمایی اون پدیده بیرونی است و سوال از این که چرا این وظیفه رو داره یک سوال دیگه بی‌معناست، چون این وظیفه رو داره، این وظیفه در ابتدا براش انتخاب شده. این که من بپرسم چرا دماسنج دما رو نشون میده، حالا به یه معنا سوال چیزیه واضحه، خب دماسنج وظیفش اینه که دما رو نشون بده. خب این که چرا فیلسوفان این دغدغه رو دارن که میخوان بگن که این سوال سوال معناداری است، برمیگرده به اون تعصب‌هایی که به قول سر فلاسفه دارن، اون که نمیخوان بپذیرن که بازنمایی یک پدیده است که به همون اندازه که فرضاً هضم یک پدیده طبیعی است اونم طبیعی است. یعنی میشود قبول کرد که یک سیستم کارکردش بازنمایی اشیاء باشه، اون وقت دیگه سوال از این که چرا این سیستم کارکردش بازنمایی اشیاءه سوال بی معنا است برای سر. آیا دکتر در منظور شما از کلمه طبیعی فیزیکیه؟ چون طبیعی خب وجود داره، طبیعی یعنی زیستی، اینجا طبیعی یعنی زیستی. خب یعنی حالا من تو فیزیک که وقتی میگم فیزیکی یعنی مبهم، اگه بگم منظور از فیزیک یعنی فیزیکی یعنی ویژگی هایی که در علم فیزیک ازش صحبت میکنن، فیزیک یعنی مادی، مادی یعنی که در علوم زیست شناسی هم من ازش استفاده میکنم، در این علوم رایج اینا رو بهش میگیم پدیده های زیستی و طبیعی. عوامل دیگه‌ای هم داره. وقتی شما پدیده فیزیکی رو میگیم خب مادی باشه قابل شناسایی. آخه ببینید میدان مادیه. نه میدان متریال نیست. ماده یک فضا در یک نوع شکل دیگه. نه. میدان مغناطیس. میدان و ماده فرق داره. من در یک نقطه فقط یه ماده دارم، ولی در یک نقطه میتونم دو تا میدان داشته باشم. پس میدان یک امر مادی نیست ولی فیزیکیه. من نمیخوام از این بحث منحرف بشم. ببینید این قطعه رو من خلاصه میکنم. ببینید من درست، ببینید شما تو این قطعه فرمودید که بازنمایی یه چیز طبیعیه و بازنمایی کارکرد داره، یه به عبارت ساده سودی داره برای اون نوع بشر که اون چیز داره. ببینید این قطعه بازنمایی وجود داره و سود داره. خلاصه قطعه اینه. من میگم میفرمایید شما بازنمایی یک امر طبیعیه، منظورتون یعنی امر فیزیکیه؟ فیزیکی رو به معنای مادی نباید بگیرید، مادی به معنای متر. خب نمیدونم، من نمیدونم به غیر از فیزیکی در نظر بگیرم. چرا؟ چون این جمله دقیقاً بار مادی توشه. اگه به معنای مادی یعنی که چیزی که متعلق علوم طبیعی ماست بگیرید، بله من قبول دارم. آره
منظور سل یعنی هم میگه ماورا طبیعی، میگه طبیعیه، طبیعی بله، یعنی مادی. آخه ببینید شما، ماده به اصطلاح فیزیکی در تعریف دقیق داره. ماده را اگه من گفتم و اگه من گفتم هر چیز فیزیکی مادی است، دارم میدان میذارم کنار، در صورتی که من میخوام بگم آقا من به میدان قائلم، ولی میدانم یک امر فیزیکی است، ولی مادی. ببینید ماده انگاری با فیزیکالیزم فرق داره. ماده انگاری یک قرائت تنگ از فیزیکالیزمه، ولی فیزیکالیزم یک قرائت عام از ماده انگار. من میتونم، فیزیکالیزم میگه همه هویتی که در فیزیک وجود دارن و عموما مثلا از جنس انرژی ان، میدان ان، ماده ان، همه اینها، اینا امور عموم چی؟ حالا چی؟ اینا همه میدان و ماده و انرژی، اینا تقریبا مفهوم داره. همه با وابسته است. چند تا مفهوم راجعش داریم؟ اگه یه مفهومه که ماده با ماده و میدان یکیه؟ با میدان ارتباط داره. بله ارتباط داره، ولی یکی نیستن. خب نه، این ارتباطی که شناسایی باشه داره. اما من نه، میدان اینجور تبادل مادیه، تبادل مادی که مثلا نیروهای مختلف چیزی ما هم برخورد کنن، چه بزرد تبادل رو میدان هم که مادی میشه. نه، این که یه نظریه تلقی از میدانه. مثلا نظریه کوانتومی میدان میگه که میدان تجمعی از نقاط ذرات ذراته. ولی نه، بله، یه دونه چیز داریم، مثلا بحث زیاد چیکار نکنیم، چون دوگانگی ذره و موج یک اصل پذیرفته شده است. نه اصلا دوگانگی ذره و موج یک اصل پذیرفته شده است که اصلا نمیشه گفت مثلا ماده این چیزی که جرم داشته باشه. خب وقتی که در این تعریف داریم میگیم میدان جدا چیزی که جرم داشته باشه نیست. اما نظر این بحث فیزیکی هست، اصلا ذره تبادلی باشه، اصلا تبادل هر گونه مثلا فرایندی منوط به تغییرش به ماده نمیشه، به اینکه جرم داشته باشه. ما هزاران مثلا علت معلولی داریم که جرم توش دخیل نیست. و به نظرم این بحث فیزیکی که ببینید، من فکر کنم منظور شما از این پدیده مادی، یعنی یه چیز فیزیکی میگید مادیه، یعنی فیزیکالیست منظور منه. من دقیقا نمیخوام از این بحث منحرف بشم. ببینید به اینجا برسیم که ببین، من میگم شما میفرمایید طبیعیه، من میگم یعنی مادی. وقتی مادی باشه، شما تمام چیزهایی که بازنماینده میشه در مغز من، از جمله در، از جمله باور و حالتهای ذهنی که جلسه آخر مطرح شده، من میگم باید ساختار مادی براش بتونیم تعریف بکنیم، یا لاغر نتیجهی که تو این جلسات یا از این کلاس بگیریم که بگیم ما به این نتیجه رسیدیم که حالات ذهنی ساختار مادی دارن، و اینو بذاریم در مقابل ادعایی که میگه بعضی از این حالات ذهنی از جمله در بر اساس اون استدلال معرفت که شیخ رضایی گفت میگه ساختار نداره، ساختار فیزیکی نداره. من میخوام اونو یاد بگیرم بفهمم ساختار. اتفاقا آخرین جلسه که ما دکتر رضایی بود، من آخرین جلسه موندم باهاشون صحبت کردم، میگم شما این جمله‌ای که می‌فرمایید حالت ذهنی می‌تونه ساختار نداشته باشه یعنی چی؟ حتی کتاب خودشون نشون دادم، گفتم ببین ترجمه‌ای که شما از آقای کرافت کردید اینو نوشتید، به چه مفهومه؟ یه حالت ذهنی ساختار مادی نداشته باشه. من جواب نگرفتم، یا لااقل فرصت این نبود که ایشون توضیح بدن، آخر جلسه بود. من میگم لااقل جهت ما تو این بحث به طرفی باشه که شاید بتونیم جواب بگیریم، یا بگیم نه ساختار مادیه و به تمام اون حالات ذهنی از جمله باور، از جمله در، از جمله ایمان، یقین، هر چیزی که ممکنه، هر چیزی که ما اسم روش گذاشتیم در مورد انسان، خواب، بیداری، یادگیری، اراده، انگیزه، از کنم خدمتتون هزیان، بیماری روانی، هوشیاری، ناهوشیاری، آگاهی، ناخودآگاهی، همه اینا به چه شکلی من باید تکلیف با اینه چیه؟ این مغز برای هر کدوم از نیست ساختار داره، و بالاتر برای گزاره ها، برای گزاره ها چه ساختاری داره؟ خب من فعلا فقط تقریر موضع سل دارم میکنم، درسته؟ بحث ما این نیست که چون مبنای ما کتاب سله دیگه، اگه بخوایم به اصطلاح همه پیشفرزهای سل رو ببریم سوال کنیم، یعنی خود بحث خیلی پراکنده میشه. من
من فقط در چارچوب حرف سل دارم میگم که ادعای سل اینه که حتی اگر علم زیست شناسی ما و فیزیک ما و شیمی ما انقدر کامل باشه، باید این پدیده دربارگی، باید پدیده آگاهی رو در اونها به عنوان پدیده های غیر قابل تقلیل لحاظ کنیم. حالا اگه شما میخواید اینو بگید به عنوان آیا یعنی یه چیز غیر مادی، میتونم بگم که غیر مادی، اما آیا این به معنای روحیه؟ نه، چون از اون ور اگه یادتون باشه دکتر نصفی خود سل دوگانه انگاری رو چی؟ قبول نداشت، میگفت طیف مقابلش هم غلطه، یعنی میخواست بگه که هم ماتریالیزم غلطه هم چی؟ هم دوگانه انگاری. آیا میشود به یک ترکیبی از این دوتا به صورت به اصطلاح پایدار از لحاظ فلسفی رسید؟ به نظر من نه، ولی قرار سل ادعاش اینه که سل اینه میرسم ولی نمیرسه، کما این که من الان نمیشه فهمید که وقتی که شما دارید میگید که بله از لحاظ دربارگی و آگاهی جفته، چون اینا همیشه مثال میزنه که این دوتا مثل همان تقریبا، نه اینکه یعنی هر وضعیتی اون داره این یکی هم داره، نه اینکه دقیقا این دوتا مفهومن یکی هن. از لحاظ وضعیت فلسفی یکی هن. به این معنا که آگاهی و دربارگی حتی اگر علم از دید دانای کل من داشته باشم، باید یه چیز همونطور که ویژگی جرم داشتن، حالا من میخواستم اینا رو آخر بگم، حالا دیگه ببینید، یک سری ویژگی ها و جنبه های جهان هست که مستقل از ناظر، طعم، ترشی و شیرینی، سردی و گرمی جهان، اینا یه جورایی وابسته به ناظر هم دیگه، ولی دما، حالا در یه قرائت جرم، این جرم جهان بستگی من نداره که من چجوریش، هر چی جهان جرم داشته باشه همونو داره، اینکه من چجوری راجبش فکر میکنم تأثیری در اندازه جرم جهان نداره. اما ترشی، نمیتونم، شیرینی یک غذا، زیبایی یک چیز وابسته به ناظر، درست؟ حالا ادعای سل اینه که آگاهی و دربارگی دو تا ویژگی هستن که مستقل از ناظر، به همین معنا، یعنی که اینطور نیست که من اونها رو وابسته به من باشم که بگم من این ویژگی رو به اون اعمال مهم. اگه من نباشم اونم نیست، نه، اصلا در جهان وجود داره، اصلا این یک حقیقت در جهانه که یک نظام فیزیکی راجب یه نظام فیزیکی دیگه است. این آرایش نورانی در مغز من راجب مسجد شیخ لطف الله است. چه من مثلا باشم که تعبیر کنم مثلا مسجد شیخ لطف الله رو ذکر کنم، اسمش رو بگم، چه نگم، این آرایش نورانیه به این داره ارجاع، در اون رو بازنمایی میکنه. حالا فیزیکی، اگه شما خوشحال میشید فیزیکی آره، شما میگفتی مادی، فیزیکی آره، نه فیزیکی به مادی. خب آها، خب خب حالا برای اینکه پاسخ بدیم، سل دو جور دربارگی تشخیص میده، یکی دربارگی ذاتی و درونی که بهش میگه intrinsic intentionality، یکی دربارگی مشتق یا تبعی، اشتقاقی یا تبعی، حالا چی بگیم، اشتقاقی یا تبعی، derivative intentionality. دربارگی ذاتی یا درونی گویی یه جورایی دربارگی است که مستقل از ناظر، خب بنابراین این میتونه شامل تمام سیستم های زیستی باشه، فقط شامل انسان و اینا نباشه، زیستی زیستی. اما
اما گویی یک عبارتی داره سل که میخواد بگه که من فقط این رو مختصر به انسان میکنم، در مورد جاهایی که از انسان صحبت میکنیم، این پدیده های دربارگی، دربارگی اصیل وجود داره و هر پدیده دربارگی طبعی برمیگرده یا یه جورایی باید مبتنی باشه بر طبیعه پدیده دربارگی درونی. یعنی چی؟ یعنی مثالی که میزنه این میگه فرض کنید شما این سه تا جمله رو در این سه تا چیز رو در نظر بگیرید، من تشنم، این دو جمله I am thirsty در زبان انگلیسی به معنای جمله من تشنم. سه درختان باغچه انجمن تشنه. وقتی که من تشنم باشه این تشنگی چیه؟ یه وضعیت فیزیولوژیک در چیه؟ در بدن. حالا چی شده؟ چه وضعیتی پیش اومده؟ احتمالاً میگه که هیپوتالاموس من یک سری آنزیم هایی رو داره ترشح میکنه که تحت تأثیر کلیه های من این آنزیم ها ترشح. یعنی وقتی که بدن ما کمبود آب داشته باشه کلیه های پیغامی رو میفرستن به هیپوتالاموس مغز، هیپوتالاموس مغز یه آنزیم رو ترشح میکنه که یه جورایی اون احساس تشنگی در آدم به وجود میاد. چجوری تایید شده؟ تاییدش اینه که وقت آدم هایی که با قده هایی دارن که روی اون قسمت هیپوتالاموس مغزشونه اینا هیچ وقت احساس تشنگی نمیکنن. از اون طرف آدم هایی که اون یک قسمت هایی از هیپوتالاموس مغزشون به اصطلاح تحت مثلا حالا آسیب دیدگیه هر چقدر آب میخورن تشنگیشون برطرف نمیشه. خب پس این پدیده فیزیولوژیک، پدیده زیستی، حالا فیزیکی به قول ایشون هر اسمش هر چیزی میخواد بده، این پدیده من تشنم باعث میشه که چی؟ من اون احساس تشنگی رو بکنم و برم دنبال آب بخورم. ادعای سر اینه که در این وضعیت اون چیزی که دربارگی هست، اون وضعیت فیزیکی و بدنی من درباره تشنگی منه و این واقعی، این به اصطلاح بازنمایی کردن یک بازنمایی اصیل و درونی و ذاتیه. حالا اینجا توی این قسمت این میگیم که این جمله I am thirsty درباره اینه که من تشنم، درباره من محتواش این جمله فارسی. این که این درباره این باشه وابسته به اینه که این کاربران زبان انگلیسی آی رو چجوری به کار بگیرن، thirsty رو چجوری به کار بگیرن و ام رو. اگه اینا یه جور دیگه به کار میگرفتن چی؟ این جمله یه معنای دیگه داشت، درباره یه چیز دیگه بود. پس اینجا هم دربارگی وجود داره ولی دربارگیش طبعیه، وابسته به چی هست؟ وابسته به یه سری آدم هم که این دربارگی رو به این جملات اعطا میکنن. اگر اون عوامل نبودن اصلا معنی نه، هیچ کسی این جمله رو نمیگفت، هیچ دربارگی هم وجود نداره. در مورد سوم هم انگار که من به نحو استعاری راجع به اون هویت زیستی حرف میزنم که تشنه. بله اینا هم یه گونه ای عمل میکنن که انگار حالات ذهنی باهاشون نسبت میدیم، ولی انگار حالات ذهنی نسبت میدیم. پس ادعای سر اینه که انگار پدیده دربارگی اصیل فقط تو این قسمت. اینا دربارگی هاشون چی هست؟
طبعی و برگرفته از این پدیده اصلی. تا اینا نباشن اینا هم نیستن. منتها نکته اینه که تو این تیکه آقا به محض اینکه هیپاتالاموس من اون احساس تشنگی رو در من به وجود آورد، این احساس تشنگی من بازنمایی وضعیت رو میکنه که من تشنم. پاسخ اگه سوال بکنید که چرا این وضعیت بازنمایی این رو میکنه، جوابی که سر میده اصلا اینه که کارش اینه که این کار رو بکنه. این دیگه از این سوال بیشتر نمیتونید بکنید. خب شما میگید که آقا من دقیقا نمیدونم که چجوری این احساس در من به وجود میاد که احساس تشنگی در من به وجود میاد. پاسخ که سر میده میگه که خب من دقیقا نمیدونم، ولی خیلی چیزا رو دیگه را دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که چگونه باید توضیح بدم که این احساس در من به وجود میاد. حداقل فرم توضیح یا شکل توضیح رو برای این نوع وضعیت ها دارم، در اختیار دارم. این وظیفه علوم شناختیه که پیشرفت کنن و به من بگن که خب چجوری میشه که این هیپاتالاموس در من اون احساس تشنگی رو به وجود میاد. ولی در این واقعیت هیچ تردیدی نمیکنه که هیپاتالاموس احساس تشنگی رو در من به وجود میاره و این وضعیت خودش درباره وضعیت تشنگی است. این خود این حقیقت قابل تقلیل به هیچ حقیقت دیگه نیست به نظر سر. هر چقدر هم به اصطلاح علم پیشرفت کنه، حتی علم کامل رو هم که داشته باشی، این جنبه دربارگی اصیل از بین نمیره. همونطور که جنبه جرم داشتن فرض کنید از بین نمیره، با فرض اینکه جرم یک ویژگی مستقل از ناظر باشه. شما در فیزیک کاملتون هم واژه جرم رو باید داشته باشید. فرض کنید حالا تالا اشتباه نکردید و واژه جرم در فیزیک کامل هم باقی میمونه. ادعای سر اینه که حالا یه ادعای نمیدونم چه اندازه موجهه، اینه که در علم کامل، علم آخر الزمان، دربارگی و آگاهی وجود دارن. بنابراین جنبه هایی که به هیچ وجه قابل تقلیل به جنبه های دیگر فیزیکی سیستم های شما نیستن. یعنی همون اندازه که شما جرم یک سیستم رو حالا علل ادعا نمیتونید تقلیلش بدید به چی بگیم؟ دو تا ویژگی مستقل از هم بگی. به چی بگیم مثلا جرم یه سیستم رو به چی بگیم؟ به دماش؟ حجم. آره شاید با حجم بشه یه ارتباطی برقرار کرد. مثلا دما، فرض کنید جرم یه سیستم رو با دماش، اینا دو تا چیز متفاوتن. شما نمیتونید یکی رو که بگید من جرم رو بدونم بعد بگم از این جرم من میتونم دماش رو به دست بیارم. نه، دما رو داشته باشم جرم رو بتونم به دست بیارم. حالا شاید بشه به دست آورد ولی علت ظاهر نمیشه با جرم دما رو به دست آورد. و دما، حالا فرض کنید یه علم کامل هم باشه، باید بگید که آقا برای دانستن جرم و دما من نیاز مندم که هر دوشو بدونم. با دانستن یکی دیگری رو نمیتونم حساب کنم. اما اگر من سرعت یک چیز رو داشته باشم شتابش رو میتونم حساب کنم دیگه. درسته؟ سرعت شتاب رو میتونم حساب. انرژی جرم ای مساوی ام سی دو. خاره ولی من میخوام بگم جرم و انرژی مستقل نیستن. جرم دو تا چیز رو میخوام بگم که مستقل باشن. میخوام بگم به همون اندازه ویژگی دربارگی مستقل از همه ویژگی های دیگه است. شما هر اطلاعاتی راجع به چیزهای دیگه داشته باشی نمیتونی بگی آقا من حالا با اینا میتونم بگم ویژگی دربارگی رو میتونم داشته باشم. نه، اونم باید لحاظش کنید. پس از این لحاظ ویژگی دربارگی یا ویژگی طبیعی است. حالا اینو میخواد بگید مادی، استفاده ای که سر میکنه اینه که طبیعیه، فکر کنم عامدانه است. اگه بخواد بگه مادی، دوباره برمیگرده به اون دعوای بین ماتریالیست ها و چی؟ دوالیست ها. اون از اول خودش گفت که چی؟ من اصلا معتقدم که این دو گروه جفتشون اشتباه میکنن.
چون این دوتا پدیده با هم مانع الجمع نیستن. پس به همین معنا ادعای سر اینه که این پدیده دربارگی هم یک پدیده طبیعی است. درست؟ قابل تغییر نیست. یعنی در واقع آگاهی رو همینی که باید بپذیره. درسته؟ منظورش اینه؟ یعنی در علمی که کاملم هست من آگاهی رو به عنوان یک عنصر اصیل باید واردش بکنم. حتی در علم آخر رو بله، حتی در پس در این صورت آگاهی میشه یه واحد. واحد یعنی چی؟ به عنوان یه واحد. وقتی که چیزی که قابل تغییر نیست، ذرات زیر اتمی قابل تغییرن؟ نه. خب به عنوان واحد ما پذیرفتیم. من میگم دو تا اتم هیدروژن با یه اتم اکسیژن به عنوان واحد ازشون استفاده میشه، آب، مولکول آب. در اون صورت آگاهی رو باید به عنوان یه واحد بپذیرم. شما چطور از کلمه آگاهی میتونید به عنوان واحد استفاده کنید؟ ممکنه بگیم من آگاهی دارم، هیدروژن اینه، اکسیژن اینه، و نتیجه میگیرم که ترکیب اینا میشه مولکول آب. ببینید، ولی از خود کلمه آگاهی باید اگه غیر قابل تغییر باشه بتونید به عنوان واحد استفاده کنید. مگه رو خود کلمه نوشته است که من بتونم از خود کلمه به صورت واحد بعد استفاده کنم؟ خود آگاهی، از آگاهی فعلی من، فعلا همه این چیزایی که اینجا وجود داره آگاهی من تشکیل میده. خب نه بکنم داره، من دارم میگم ویژگی آگاهی. خب این آگاهی هر چی که هست، من میگم این کیفیت آگاهانه رو داره. این خود این کیفیته که بحثش حالا آقای شیخ رضایی کردن، خود این کیفیته از نظر سه مثل کیفیت دربارگی اینا باید لحاظ با عنوان یه چیز محترم شمرد. فکر نکنید که مثلا حالا شما باید بگی که این کیفیته، نه، اینو من میتونم بر حسب یه چیزهای دیگه بگم. مثلا مثالش چیه؟ مثلا میگید که شما قرار مثالش اینجا زدم، میگید که درآمد خانواده متوسط خب در ایران مثلا چقدر بگیم 300 هزار تومان در ماه، 400 هزار تومان در ماه. خب بعد یکی ممکنه بگی که این خانواده متوسط کجاست؟ یعنی اگه من خانواده مثلا کرباسی‌زاده رو دیدم، خانواده شما رو دیدم، همه خانواده های در ایران رو دیدم، احصا کردم، علاوه بر اونها یه چیزی هم هست، خانواده متوسط که اونو هنوز نشمردمش، اون خانواده متوسطه درآمدش 400 هزار تومن. خب کسی که تقلیل گراست میگه نه، اصلا خانواده متوسط چیزی جز این خانواده ها نیست که اینا همه خانواده ایران برداشتید گرفتید تقسیم کردید بعد مثلا یه عددی ایناش این اون عدده شده خانواده متوسط. این عدده بالاصاله ارجاع نمیدهد به یک خانواده‌ای در ایران. خب سر داره انگار خلاف اینو میگه، میگه اگر شما دارید میگید از آگاهی، مثل اون قضیه است که شما میگردید اگر تمام خانواده های ایران رو شمردید یه چیز علاوه تری هم دارید به نام خانواده متوسط، اگر تمام ویژگی های سیستم رو برشمردید یه چیز اضافی تری هم دارید که اون چیز اضافه تر بر حسب اون چیزهای قبلی قابل تقلیل نیست. من سوال رو به این شکل دیگه مطرح میکنم. اگه آگاهی غیر قابل تقلیله، از فلسفه ذهن به انتها رسیده، از کارش تمام دیگه، دنبال چیه؟ نجات بیرون از این که ما میخوام مکانیکی رو بکنیم بشه. چیکار میکنیم؟ من میگم آگاهی رو باید همینی که باید پذیرفت، چیزهای سر رو میگه. نه چه هدفش نه وقتی شما گفتید یه حقیقت حقیقت غیر قابل تقلیله، یعنی تمام هیچ دیگه راجعش باید تیناشو فهمید. آره وقتی دیگه دیتاش آنالیز کرد، وقتی نمیشه اینو دیتاهای مختلف تقسیم کرد، تمام دیگه هیچ کارش نمیشه. من قبول دارم، یعنی وقتی که شما نه تمومه به چه معنا؟ به این معنا که شما به این حق مثلا یکی ممکنه بگه که علیت یک مفهوم غیر قابل تقلیله.
حالا به معنی اینه که در مورد علیت همه چیزو گفته؟ علیت قابل تغییره. مثال زد فرض اگر بگه به معنی ختم مسئله در مورد علیت نیست، یه سری باید بگه خب حالا من راجع به این علیت یه چیزایی هم میتونم بگم. مفهوم ماهیت چیو میخواد؟ چی؟ من تقریبا یه توضیح بس شاید نداره. ببینید ما نمک و خب کلور و سدیم رو توضیح میدیم با اتم کلور و اتم سدیم دیگه. وقتی از یکی از ما میپرسه نمک چیه، میگه بابا نمک کلور و سدیم با هم تبدیل میشه به کلور و سدیم. بعد میگه خب این اتم کلور چیه؟ من میگم خب اتم کلور اینقدر پروتون داره، اینقدر نوترون داره و این چیزا. میپرسه نوترون چیه؟ پروتون چیه؟ من میگم نمیدونم، کار خداست دیگه، آفرید. خب یعنی چی؟ و واقعا هم معلوم نیست کسی و کسی من اصلا کارو نمیکنه بپرسه الکترون چیه، پروتون چیه. ولی این ختم یعنی کار نیست. من میتونم بگم نوترونه چه کارهای، چه ارتباطهایی با الکترون داره، چه کار ارتباطهایی با پروتون داره، چه تأثیر چه وقتی کنار چه چیزی بیاد اتم رو میسازه. این ختم کار من نیست. بله، برای نظریه فقط کاری که دارم میکنم میگم دیگه ماهیت نوترون قابل تقلیل به مفاهیم دیگه نیست. ولی نظریه پردازان ذرات نمیگن دیگه قابل تقلیل. درست. اینا حرفت رو قبول. بله. به کوار بعد تازه چیزایی کردن پیش آوردن. ببینید ولی این جمله ای که سر یعنی شما ازشون نقل قول کردید، این جمله علاوه بر اینکه در مقابل علم ایستادنه اصلا معقول نیست. قبول دارم که من میتونم بگم آگاهی رو حتی خیلی پیچیده در حد فلسفی هم نه، من به اینجا آگاهی دارم، میتونم تفریق قائل بشم آگاهی به آقای دکتر، آگاهی به تخت وایت بورد، آگاهی به پرچم و میتونم روی اینا باز. خب اصلا این به معنی این که من اینا رو سل که اینا این تفکیک ها رو قبول داره. خب. نه بعد خود اون مفهوم آگاهی بالاخره اون قسیمش خب این جمله دقیقا جمله یه که من اینترنت از آقای دکتر شیخ رضایی خوندم دقیقا شاید میشه از آقا شیخ من که وکیل مدافع آقا شیخ رضایی نیستم. یه جمله من از شون میارم، میگه حد نهایی دانش بشری. ببینید این جمله‌ای که ایشون تو اون مصاحبه که در مورد ترجمه که کردن یه مصاحبه باشون انجام شده بود، دقیقا اینه میگه این آگاهی از نظر من حد دانش بشری. یعنی دیگه بشر از آگاهی از این چه در مورد آگاهی بدونی فراتر نخواهد رفت. ببینید من با شما همدلی دارم که اگر کسی به یه نحوی یک مفهوم رو گفت تقلیل پذیر نیست، یه جورایی با اون روند علمی و تحلیل مطالعات علمی منافات داره. چرا؟ چون همیشه کار علم این بوده که یه پدیده رو تقلیلش بده به یه پدیده های دیگه و بگه به اجزاء اون پدیده من اون سیستم رو با اجزایش توصیف میکنم. ولی این جا تا کجا؟ تا هر جا که پیش بره تا بی نهایت کار. یعنی شما نه میگم روحیه مبنی بر این بوده که همیشه یک سیستم رو به اجزاش تقلیل بده و بعد بگه که و هیچ وقت حد یقف نداشته. درست؟ در این که بله در یه مرحله بالاخره با گفته که من یه چیزهایی رو دنبالش فعلا نمیرم و اینکه ابزارش رو ندارم و فعلا توضیح بردارش ندارم، اینا رو به عنوان یک بروت فکت میپذیرم، شکی نیست. ولی همیشه روند روال بر این بوده که بله در جایی ممکن باشه توی علم یه چیزهایی به عنوان هستی های بنیادی پذیرفته شده، یه چیزهایی هم این هستی های بنیادی تقلیل داده شده و حالا مهم هم نیست که تقلیل داده شده باشن یا نشده باشن، کار علم تبیین کارکردهای این هست، هم از این که تقلیل شده باشن یه چیز بنیادی باشن یا نه نشده باشن. خب ببینید چه ما این رو عنوان یک هستی بنیادین بدونیم یا قائل به تقلیلش بشیم، هیچ بنبستی در لااقل در اون بعد تبیین کارکردها که آگاهی و
تبیین چگونگی ظهور آگاهی وجود نداره، یعنی بحث‌های دیگری در بحث‌های دیگر مربوط به بحث آگاهی وجود داره. و لذا اینکه تنها راه این که آقا بحث از آگاهی رو علمی بدونیم تقلید گرایی باشه، لذا حرف خاصی هست. خب من موافقم. نه ولی میگم روحیه علم، یعنی با ایشون یه جورایی همدلی دارم از این که در علم همیشه این قضیه این نبوده که بلافاصله به یه پدیده که برسن بگن که آقا نه این اینو نمیشه تقلیلش داد به، اگه این روحیه بود اصلا هیچ علم هیچ پیشرفتی نمیکرد. من همون آب رو ببینم شاید یه، خب این دیگه آب ترکیبی، همین آبه دیگه. نه من میخوام این آب رو به اجزاش بشکنمش، به یه اجزایی که خب دوباره اون هی اون اجزا رو به یه اجزای دیگه میشکنم. بنابراین در این که این یک روحیه علمی است تردیدی نیست، ولی منم باش یعنی این حرف رو قبلش هم گفتم، این به معنی اگر من پذیرفتم که یک مفهومی رو دارم که هیچ کاری دیگه نمیتونم این مفهوم رو بر حسب مفاهیم دیگه نمیتونم توضیحش بدم، این به معنای ختم کلام درباره اون مفهوم نیست، چون من هنوز میتونم بگم این مفهوم با مفاهیم دیگه چه ارتباط هایی داره، درست؟ و اینا به من راجع به اون مفهوم یه چیزایی رو میگن که این مفهوم یه سری کارکرد ها داره، یه سری در یه شبکه ارتباطی هست، یه اطلاعاتی رو راجع به اون مفهوم به من میدن. پس ختم اطلاع رسانی درباره این مفهوم با تقلیل ناپذیری اون مفهوم به وجود نمیاد. به شرطی بپذیرید تقلیل پذیره میتونید ارتباطات بیشتری برقرار کنید. بله در این شکی نیست. و اطلاعات میتونید در واقع کشف کنید. ولی این تنها گزینه ممکنه روبروی من نیست. یعنی هیچ چیزی در منطق رو من نمیگه که این مفهومه حتما باید به اصطلاح مرکب باشه. یکی از راه های انتخاب اینه که بگم این مفهومه بسیطه، یه چیزای دیگه که من فکر میکردم بسیطن تشکیل شدن از این مفهوم. این هم یه راه حل دیگه. در اینکه سرم یه سری چیزها رو دیگه مفروض بگیریم، خب این آها یه سوال میخوام اصلا دیگه تبدیل بکنیم به پرسش و پاسخ، تو من اصلا نرسیدم چیزای دیگه رو بگم. میخوان دیگه بحث سئل رو فعلا خاتمه بدیم، یه تیکایش که مونده بذاریم بر جلسه بعد، پس دیگه باشه پرسش پاسخ، چون دیگه عملا نمیرسم ساعت 6 بگید. این که یه چیزایی رو مفروض میگیره دیگه، خب حالا اینو میشه قبول کرد چون تو متدای علمی هم این کار انجام شده، اما این که میگه علم به هر جای در حدی هم برسه داره یه پیشبینی میکنی، در واقع یه ادعای متافیزیکی داره میکنه. آره من قبول دارم. من که مدافع چیز نه، من دارم تقریر میکنم حرف سل. در این که من از همین الان جسارت کنم و بگم که آقا در علم فیزیک کامل و در به اصطلاح زیست شناسی کامل هر چه هم باشد باید برای آگاهی و دربارگی جا باز کرد، دارم یه جسارت فلسفی میکنم. یعنی یه حرفی میزنم که انگار دلیل و پشتوانه خیلی خیلی محکمی برش ندارم، یکی از دلایل یه قرینه برش دارم، قرینه و اینه که تابال هرچی تلاش شده مثلا شکست خورد، ولی خب اینکه هرچی تلاش خورده شکست خورد دلیل نداره در آینده فرض کنید تلاشی بکنید که بشید به اصطلاح موفق نشید یا بشید. آره حالا میخوام بگم که سر چجوری میتونه جواب بده که این ادعای متافیزیکی من با ادعای متافیزیکی دیگه همسنگ نیست. من به عنوان یه ناظر بیرونی میتونم بگم آقا ادعای متافیزیکی شما دقیقاً همونقدر ارزش داره که ادعای متافیزیکی اون کسی که میگه من حالا دوالیستم، رو قبول دارم حالا با ادعای دیگه. چون هر دوتا داره متافیزیکی سو ادعاتون ادعای متافیزیکی، جنسش جنس متافیزیکی، تبیینی براش نداریم. ببین تو این معمولا حال داریم، معمولا درباره دفاع از موضع های فلسفی یه جورایی بحث هزینه و منفعته، یعنی میگه که شما من اگر از این موضع فلسفی دفاع کنم یک هزینه هایی رو باید بپردازم، یک منفعت هایی هم میبرم.
ظاهرا به ادعای به ادعای سل این که من بپذیرم در آگاهی یا دربارگی یک حقیقت تقلیل ناپذیر جهان ما طبیعی ما هست، خب این موضع هزینه کمترین هزینه و بیشترین سود رو داره نسبت به این که بپذیرم که مثلا بگم که آقا اگه بگم که حالا به ادعای سه اگه بگم که آگاهی چیزه هیچی راجبش نمیشه گفت، مثلا حرف شما آگاهی هیچی راجبش نمیشه گفت، ما اصلا ابزار تحلیل آگاهی، البته اینا قرائت های مختلف هست، فرض کنید یه قرائت اینه که بیایم بگیم تسلیم بشه بگیم آگاهی در مورد آگاهی دیگه حرفی نزنید دیگه، وقتی رسیدی به آگاهی چی نکنید، ما اصلا ابزار تحلیل آگاهی رو نداریم، مثلا حرفی که کالین مکگین میزن آگاهی راز، خب اینم یه نوع ضد تقلیل گراییه ولی به اصطلاح بی ارزش ترین ضد تقلیل گرایی، میگه دیگه هیچ چی نگید. سل میگه خب اینو میتونید بپذیرید ولی هزینه خیلی گزافی داره، هیچ چی نگفتی دیگه، هیچ چی نمیتونی راجع به آگاهی نه سلبی نه ایجابی راجع به آگاهی چه حرف نزدی. یه موضع اینه که بیاد بگی که خب نه آگاهی همون سیستم مادیه، به تعبیر شما فقط سیستم مادیه، خب یه مشکلات جدی دیگه داره. بیا بگی نه اصلا آگاهی یک حالت مادی نیست، روحیه. بعد توضیح بدی که خب بله یه سری مشکلات حل میکنه ولی دایی هزینه های دیگه داره، چجوری این حالت غیر مادی تأثیر میذاره در حالت مادی. من این بهترین تبیین رو قبول دارم، اینو تا اینجا با سر موافقم که حالا بهترین تبیین، ولی از اینجایی که میگه منبر برای آگاهی با دیگه نمیشه تقلیلش داد، شاید سوالمو درست مطرح نکردم. چه نیازی داشت به این ادعا؟ اگر این ادعا رو نمی‌کرد آیا کارش لنگ بود تا همینجا؟ نه یعنی میخوای بگی که بالاخره یه جورایی باید بگی که آگاهی قابل تقلیل نیست. ببین بالاخره دو تا دیدگاه افراطی هست، یا میگی قابل تقلیل به چیزهای فیزیکی دیگه، یا میگی غیر قابل تقلیل است و اصلا از جنس یه چیزهای دیگه است، مثلا اصلا آگاهی مادی نی، معنویه، روحیه، ذهن، یه چیز خاصه، یه جوهر دیگه است. این دو تا گزینه هر کدومش یه به اصطلاح هزینه داره یه سودی. این میگه که خب من یه گزینه بینابین انتخاب میکنم، گزینه‌ای که در واقع مفروضات این دو گزینه قبلی رو هم نداره. میخوام بگم که آگاهیه یه چیز طبیعیه، منتها اگه بخوام بگم یه آگاهی طبیعیه و بر حسب چیزهای دیگه توضیح داده، این که میشه همون موضوع قبلی. اگه بگم آگاهی یه چیز غیر طبیعیه، این میشه دوگانه انگارانی. پس چی بگم؟ بگم آگاهی یه چیز طبیعی غیر قابل تقلیله. خب وقتی اینو گفتم یعنی که حتی اگه علم فیزیک آینده هم اومد و علم فیزیک کامل هم اومد، باید آگاهی رو درش لحاظ کنه. الان به نظر من انقدر هم متافیزیکی نیست بحثش، اینی که مثلا هیچ وقت علم به این نقطه نرسه. خب یه داره مثلا به ساختار روند مثلا شکلی نظریه های علمی بخوایم نگاه کنیم، اینی که نظریه های علمی گاهن از یک مسیر مشخصی دارن حرکت میکنن به فرض مثلا بیشتر نظریه، ولی نظریه پردازی درباره علم که خودش جزء علم نیست که، یعنی نگاه به علم علم نیست، یه دید فلسفیه. خب درسته، همون این دید فلسفی که داریم میگیم، همین روندی که الان علم پیشرفته بالاخره از همین روند شکل میگیره میره جلو دیگه. نگاه کنیم مثلا الان بیشتر نظریه های علمی که مثلا ما داریم نشأت گرفته از یک سری آگاهی های مخصوصا از طریق بینایی. خب یعنی که ما میگیم این روند، یعنی که انقدرام نمیشه متافیزیکی گفت. ببین که نفهمیدم، یعنی نظریه های علمی منظورم اینه که ما نگاه کنیم الان نظریه های علمی اگه تبیین کنیم که در یک مسیر مشخصی حرکت میکنن، خب میتونیم بگیم که این هیچ وقت به این نقطه نمیرسه و به نظر من همچین تبیینی وجود داره.
یعنی که الان ما از یک سری زوایا به داده های علمی دست پیدا میکنیم، مثلا به فرض همین به علت، مثلا به علت قدرت بسیار بالای بینایی ما، تفکیک پذیری و قوانین بر اساس همین ذهنیات بینایی ما به وجود اومدن. مثلا به فرض اگر ما قوانین فیزیک رو دارید میگیم، مثلا به فرض الان مثلا همین اتم که داریم میگیم، خب چرا اتم رو گرد تصور میکنیم؟ خب مثلا به فرض، یا اینکه مثلا لایه لایه، والا من گرد تصورش نمی کنم، اگه کسی گرد تصورش کنه اشتباه تصور. تصوراتی که دارم، یا مثلا لایه های مثلا الکترونیکی دور اتم گرفته شده. آخه اون که کشمش تامسون که مثلا یه مدل برای این که همون میخوام بگم الان ما حتی کوارک ها، خب همینه فقط مدل، خب چیزی چیزی به نام مثلا کوارک قابل دیدن نبوده که بگیم این جسم قابل دیدن شده. اینا همه مثلا نظریات علمی یک سری مدل هست. مدل هایی که ما میسازیم از این چیزها بر اساس یا ذهنیاتی هستن، بر اساس شکل و طرح و اینا دیگه. حالا برای از اینطوری نیست که هر مدلی من از بدم از واقعیت نظر علمی باشد که یه مدل باید یه کارایی بکنه، تو تجربه جواب موفق داشته باشه. اما مدلی که من میدم نشأت گرفته از یک شاخه آگاهی منه. من اینو میخوام بگم الان ما اگه یک موجودی داشته باشیم خب که دارای خیلی قوه قوی مثلا به فرض شنوایی باشه، خب این فرد خب میاد از طریق، اگر همچین موجودی داشته باشیم دیگه هیچ وقت قوانین بیسیک که مثلا فیزیک پایه اون شکل کوارک و نمیدونم مدل های مثلا حجمی نیست، اون موقع هیچ وقت حجم رو به عنوان یک چیز فیزیکی قرار نمیده، بلکه بر اساس مثلا قدرت مثلا شدت های شنوایی و اینها. یعنی ببخشید، یعنی اگه من سگ بودم قوانین ماکسول یه جور دیگه بودن برای من؟ تأثیری که ما میکردیم یه جور دیگه بودن. این تلقی همه هست هست؟ بیس مدل ها که ببینید، من درسته که یه مدلی برای فهم قوانین ماکسول میدم و این مدل من شدیداً بر مبنای ادراکات بصری منه، خب؟ ولی من نمیخوام بگم حالا به عنوان یه واقع، اگه آدم واقع گرا باشه، که اگه من سگ بودم قوانین ماکسول غلط نمیشد، ولی مدل دیگه ارائه میکردیم. آره مدل ها، ولی اون قوانین، اون فرمشون، اون محتوای اون قوانین، قوانین یکی بودن. حالا چه من نه، اما موضوع سر این که مثلا نگاه کنیم، ما مثلا یه ورودی داریم یک، خب توی تابع میاریم، خروجی داریم مثلا دو، خب یه مدل برای اینکه این ورودی و خروجی داشته باشیم اینه که یک به علاوه یک میشه دو، یه مدل دیگه از دو ضرب در یک میشه دو. خب این دو تا مدل کاملا با هم متفاوتن، هیچ ربطی هم به هم ندارن. ما در حقیقت تو علم مدلی ارائه میکنیم که عین واقعیت نیست مدل، بلکه توجیه کننده مثلا خروجی ها و ورودی ها، تبیین متفاوت. ولی مثلا الان قوانین فیزیکی هیچ وقت نمیتونیم بگیم قوانین ماکسول مثلا عینیت خارجی دارن، بلکه مدلی هستن که میان چیکار میکنن، تبیین میکنن اون فعل رو، مثلا حادثه رو. خب حالا این بحث چه ربطی به بحث من اینه که الان ما از طریق از این طریق که داریم پیش میریم نشون میده که علم در حقیقت یک روندیه که از یک شاخه از آگاهی ما رفته جلو، خب و قابل برگشت یا قابل مثلا تسری به بقیه آگاهی های ما نیست، چون فقط یه جنبه داریم پیش میریم. یعنی هیچ وقت مثلا چون ما از عوامل دیگه مثلا چشایی یا چنبایی چیزایی دیگه هم خیلی قوی نیست و از این سمت قابل تبیین نبوده، و چون بینایی ما قابل خیلی قوی بوده از این سمت تبیین شده، و این حال لزوماً اصلا نمیتونه قابل تسری به بقیه باشه. من این خیلی اینو خیلی نمیپذیرم، چون مثلا در یه شتاب دهنده که یه کامپیوتر داره تحلیل داده میکنه اصلا نه بحث بیناییه نه بحث چیز، و برای اون نوع قوانین و اون نوع چیزهای کوریلیشن هایی که مثلا استنتاج میشه و نظریه هایی که پیدا میشه اصلا خیلی مدل ها تصویر پذیر نیستن. برای نقش تصویر پذیری، حالا شاید تو فیزیک
نیوتونی و نمیدونم اینها باشه، ولی وقتی که میره در سطوح پایین‌تر اصلا تصویر پذیر فضای 11 بعدی و نمیدونم اینها اصلا تصویر پذیر نیستن. شما هیچ اینطور نیست که فقط روی ادراک بصریتون تکیه داشته باشید، حالا در سطح فیزیک ذرات بنیادی، کما اینکه اصلا بعضی وقت نقش ناظر میره کنار، یه کامپیوتر داره یه داده هایی رو استخراج میکنه و خب قوانینی هم که میکشید بیرون و مدل هایی هم که میکشید بیرون در اون سطح وابسته به ادراک بصری شما نیستن. حالا ممکنه برای اینکه اون مدل ها رو فهم پذیرش بکنید، برای مثلا بقیه از مدل های ادراکی استفاده کنید که یه جنبه های از اون به اصطلاح زده میشه، درست؟ آقای دکتر، اول بحث مثلا این بود که سل به عنوان یک بوم در فلسفه ذهن مطرح بود و ما با این دیدگاه این بحث بریم و بسیار قاطعانه من دو تا دیدگاه غالب رو نفیش کردم، فیزیکی و غیر فیزیکی، همین اشتباه میکنه همون اشتباه. انتظار این بود مادی و غیر فیزیکی رو بگرده، نه نه مادی سل فیزیکالیسته، نه 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 شما دارید اشتباه واژه رو اشتباه به کار میبرید. سل فیزیکالیسته ولی ماده انگار نیست، ماتریالیست، با فیزیکالیست فرق داره. اتفاقا آقای چیز با اون همون فیزیکالیست بودنش در نهایت به اونجا میخواد برسه و میرسه که بیگه این مغز فیزیکی فوق العاده پیچیده میتونه ویژگی های غیر فیزیکی از خودش بروز بده. من اینو متوجه هستم، حالا به موقعش میرسیم دیگه، فکر کنم به آخر کتاب خواهد برسه دیگه. خب و اونجا میرسه که حتی اراده رو آزاد میدونه تا این حد. من یه سری دیگه میخواستم عرض کنم خدمت. ببینید این با یه ادعای بسیار قاطعانه خیلی هم عالی در دنیای خیلی آدمو جذب میکنه که این آخر حالا اون دو نفی فیزیکالیسم و طرف مقابلش در نهایت